1317 برابر با 29 اردیبهشت 1396 روز انتخابات با برنامه تراپی در خدمت شما عزیزان هستم. از 8 صبح امروز حدود 63,000 صندوق رأی در سراسر کشور گذاشته شده تا مردم بتونن برن در رأی خودشون رو بدن. تعداد صندوق رأی هم در کشورهای دیگه گذاشته شده. وبسایت وزارت کشور هم در ساعات گذشته از دسترس خارج شده و احتمالاً به دلیل ترافیک بالا این اتفاق افتاده. این وزارت خونه همچنین اعلام کرده که نیروی سپاه و بسیج در کنار نیروی انتظامی مسئول حفظ و امنیت انتخابات هستند. در مورد تخلفات انتخاباتی هم گفتن که پیشبینی نتیجه از سوی هر یک از نامزدهای انتخاباتی یا اعلام زود هنگام پیروزی جزء موارد تخلف حساب میشه و باهاش برخورد میشه. پرشین دیلی نیوز هم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی در جامعه خبرنگاران گفته که بیش از 300,000 نفر پرسنل پلیس و سایر نیروهای مسلح در سراسر کشور حضور دارند و در تمام شهر حداقل 2 مأمور پلیس برای حفظ امنیت گذاشته شده. علاوه بر اینها 20,000 گشت خودرویی و موتوری در سراسر کشور برای تأمین امنیت انتخابات گذاشته شده. خبری که دیروز فراموش کردم خدمتتون بگم جناب آقای ناطق نوری ریاست بازرسی دفتر رهبری از سمت خودشون استعفا دادن و کناره‌گیری کردن. البته هنوز مورد تعیین سید علی خامنه‌ای قرار نگرفته و ایشون هنوز منتظر اعلام نتیجه و خبرگزاری رهبری هستن. خبرگزاری پشت ویدیوی امروز منتشر کرده بود که یکی از شهدای شهر شیراز در ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز نشون میداد که هنوز رأی‌گیری شروع نشده بود و هیچ کس به پای صندوق‌های رأی نرفته بود. خبرگزاری تصمیمی گفته که ستاد انتخابات وزارت کشور نام حسن روحانی را بزرگتر از نام سایر کاندیداهای دیگر نوشته و این تخلف در بسیاری دیگر از حوزه ها به چشم میخوره. خب تخلفات هم که داره شروع میشه پس بگیری هم کجا. خبرگزاری فارس هم منتشر کرده که آقای فروزنده عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی گفته دولت با قدرتی که در دست داره برای رقبا محدودیت ایجاد کرده و امتحان خودشو به خوبی پس داده، هم از امکانات دولتی به نوعی به نفع خودش استفاده کرده و هم برای رقبا با قدرتی که در دستش بوده محدودیت ایجاد کرده و هم حرکت‌های نظیر جعل بیانیه از سردار قاسم سلیمانی در روزنامه دولت انجام داده. امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم و نظرش راجع به انتخابات و کلن مشارکت یا عدم مشارکت میپرسیدم. به من گفتش که من ترجیح میدم برم رای بدم چون اگر آقای رئیسی بیاد من مجبورم چادر سرم کنم و دوست ندارم چادر سرم کنم. به هر حال این هم نظری بود برای شرکت در انتخابات. دوستان ما هم مثل شما منتظریم و ببینیم که اعلام نتیجه چی میشه و رئیس جمهور آینده کشور در 4 سال بعدی چه کسی خواهد بود. با ما باشید. با برنامه های بعدی تراپی در خدمت شما عزیزان هستم. روز روزگاران بر شما خوش. بسیار ممنون از خانم فرنوش عزیز. برنامه سومشون بود و روی آرشیو تلویزیون مردم میتونید برنامه های روزانه ایشون رو ببینید و بشنوید و باهاشون تماس بگیرید. وقتی که ایشون داشت برنامه اجرا میکرد من دفعات قبل ندیده بودم که ایشون عینک بزنه و دیدم که عینکی که زدن تقریبا مثل عینک منه. فوری ما شیرازیام که اون طبع شعر و شاعری و سوء استفاده از شعر دیگران و اینها، یادم افتاد به این شعر که عینک فرنوش
سیاه و عینک سربی سیاه هر دو مشکی هند، اما این کجا و اون کجا. در صورت تبریک میگم به خانم فرنوش، قبلا هم در برنامه چهارشنبه گفتم ایشون خیلی خودمونی، خیلی روون، خیلی آسون صحبت میکنه و به نظرم میاد که برعکس بعضی از مجریای برنامه که چند شخصیتی هستن، ایشون همین که هست، آمریکایی‌ها میگن همینو که میبینی همینو میگیری، و بهشون تبریک میگم. در صورت خیلی کارشون جالبه و امیدوارم که بیشتر و بیشتر ما رو با خبرهای روز آشنا کنه. و اما امروز همونجوری که باز خانم فرنوش گفتن، 19 ماه می، بذارید من این خودکارا رو در بیارم که بعد یادمون میره میدیم این لباس خوشرویی. اونا البته بعض وقتا یادشون میمونه، ولی اگر دستمالی، کاغذی، پولی تو جیبتون باشه اونا رو هم میشورن، اون وقت ما هم ناخواسته پولشویی میکنیم. جمعه 19 ماه می برابر است با 29 اردیبهشت ماه 1396. امروز در ایران انتخابات هست و من شخصا فکر میکنم که خیلی ها به دلیل اینکه رئیس جمهور نشه میرن و به روحانی رأی میدن. این خودش باز نشون میده که چقدر این آخوندا وارد هستن که انتخابات و اینها رو برگزار کنن، برعکس تمام این تلویزیونای عقب افتاده لس آنجلس و افرادی مثل شمیرانی و رضا پهلوی و اینها. الان عکس‌ها رو ببینید، ویدیوها رو ببینید، موزیکایی که برای انتخابات مردم درست کردن، هنرمندایی که خودشون اومدن صحبت کردن، البته خب دوستانی هم مثل خانم شهناز قضایی اینا به اصطلاح ناسزا و فوش میگن، شاید هم سزا باشه من نمیدونم. در هر صورت من فکر میکنم که با وجود اینکه مردم میخوان که روحانی رئیس جمهور بشه، ولی 50% به اضافه 1 رو نمیاره و به دور دوم میریم. دور دوم هم جالب اینه که اگر امروز نتیجه که اعلام میکنن یکیشون 50% به اضافه 1 نباشه، به اصطلاح 1 هفته دیگه است و اینا کشش نمیدن. به خاطر همین اگه یک کسی هم 300 میلیارد دلار میدوزه میبره کالیب کانادا، آقای خامنه‌ای میگه اینقدر کشش ندید. خلاصه مثل این که آخوندا از کش خوششون نمیاد، به همین خاطر هم هست که هنوزم توی شلواراشون بند تنبون استفاده میکنن. صحبت از بند تنبون شد، این همه ما پیشرفت کردیم و اومدیم آمریکا، الان هم شما شلوارگرمه که میخری بند تنبون توشه و چقدر من ازش بدم میاد که این بنده هر جایی رد میشی میگیره به یه چیزی و مواظب باش. در صورت برنامه امروز مهمترین خبر انتخابات ایران، میشه گفت انتخابات ایران دور اول، یا اگه نتیجه به اصطلاح رسید به اون حدی که میگن، انتخابات ایران قسمت نهاییش. و بعد از این خبر، خبری که اینجا چند روز سر و صدا به پا کرد، به نظر من یه جوری به صورت افتضاح برقرار شد و یعنی انجام گرفت و تعدادی کمی شرکت کرده بودن اینها، این کنگره ملی ایرانیان بود در یکی از ساختمان‌های کنگره. و جالبه، من روز چهارشنبه بهتون گفتم که آقای جاوید شهافر از استرالیا آمدن اینجا و ما قرار گذاشتیم که حتما همدیگر رو ببینیم، ولی دوستان مثل اینکه خیلی سر قور و قلاراشون، اصلا نمیدونم دیگه، از بس به این قول میدن به اون قول میدن و اینها، یادشون میره. سر خودکار ما هم افتاد روی زمین. شما هم بلدین با پاتون چیزا رو بردارید. من اولین بار که با پام به اصطلاح اینو دیدم وقتی بود که حدود 45-6 سال پیش جوانی بودم و مدرسه میرفتم و دختر عمه من وقتی که بچه دار شد، دو تا دختر به اصطلاح گیرش اومده بود. خب یه دفعه از حالت خودت هستی یا همسرت، یه دفعه یه بچه اول و بچه دوم میاد و اینا، دیگه خیلی وقت کم میاری. و من دیدم این وقتی راه میره با پاش جوراب رو بر میداره میندازه با این دستش میگیره میبره و اینها، حتی به شوخی بهش گفتم خیلی خوب شده شما دوباره برگشتی به عصر حجر
و مثل اجدادمون که با 4 دست و پا میتونستن کار کنن، مثل شامپانزه و میمون و اینها، اگر فرضیه داروین رو قبول داشته باشیم میتونید کار کنید. و این دخترم میمن گفت که حالا صبر میکنم روزی که خودت بچه دار شدی میبینم که با دومتم مجبوری یه چیزی رو برداری جا به جا کنی. و واقعا هم درست گفت، هر جا هست خوب خوش سلامت باشه و بالای سر فرزندانش. برگردیم به این کنگره ملی. از این مهمتر، رئیس سنای ملی ایرانیان، آقای فخرآور تو رو خدا خجالت بکش، آقای شهافر تو رو خدا بازیچه دست افرادی مثل این نشو. از اون ور کره زمین به قول خودت ادعا میکنی شما هم 6 ماه از ما جلوتری، چون هر وقت اینجا زمستون شما تابستون، هر وقت تابستون زمستون، هم 14-15 ساعت در روز جلوتری. خب عزیز من، جلو بودن، جلوتر بودن شما اینه که یه بچه‌ای دروغگو گولتون بزنه. تازه شما اومدی از همم پرسیدی. برگردیم، آقای شهافر گفت که وقتی آمدم اینجا میام به شما سر میزنم. گفتم باشه، من خونم از این به اصطلاح کنگره که خیابون 0 و 1 و اینها هست 25 دقیقه اگر با ماشین برم، اگه ترافیک نباشه همه به جای 55 60 و 70 و 80 میرن، 20 دقیقه راه هست. و ایشون آمد، البته نوشت وقتی برگردم استرالیا برات میگم ماجرا چی بود. فکر کنم انقدر تو ذوقش خورده که اصلا دیگه بابا این دیگه چیه، این آمریکا چیه. آقا آمریکا این نیست که شما رو بردن توی اتاقی. میدونید که من سالها پیش وقتی این امید دانا یا امید نادان خیلی بالا و پایین میپرید برای موزه آقای رضا پهلوی، بهش گفتم که ببین این رضا پهلوی ذاتش دروغه، حتی موزی هم که بهت میده قبول نکن. آخرم که رضا پهلوی تو سینه همه اینا زد و تو گوششون زد و همه رفتن. تا 2 هفته پیش این امید نادان میگفت که فخرآور آدم خوبیه. حالا یه ویدیوشو گذاشتم توی فیسبوک مردم تیوی، برید ببینید که ادای فخرآور رو در میاره، که فخرآور یه فیلم میگرفته توی اتاقی میگه من اومدم کنگره، به هیچ که نگینا، اونم میگه منم اومدم کنگره سوئد، به هیچ که نگین، و میگه که این اتاق رو با 100 دلار میشه کرایه کنی. دوستان اینجا شما بیکار باش، مثل این آقای محمد تقی مصلحی که سالها پیش چند ماه استخدامش کردن توی رادیو تلویزیون، رادیو یا تلویزیون صدای آمریکا، بعدم قراردادش تموم شده گفتن آقا نمیخوایم، شما هم پیر هستی، هم بالاخره هر دلیل اونا داشتن من نمیدونم. این حالا هی میره تو کنگره و اینها، یکی از افتخاراتش اینه که صبح تا از توی راهروهای کنگره راه میره. خب نشون میده آقا بیکاری، شما بیکار باشی سوارشید با مترو که پول پارکینگ هم نخواهیم بدین، دم مجلس پیاده شی برید. اینجا مجلس سنا و مجلس به اصطلاح شورا و همش هم تو یک، مجلس نمایندگانشون، مجلس ملیشون با مجلس سناشون یک. 100 تا نماینده سناتور داریم، سناتور داریم 530-540 تا نماینده معمولی، یعنی 600 خورده توی ساختمونه. شما تو سر سگ بزنی 2-3 تا نماینده برات توف میکنه، و با این یکی میری نهار میخوری، با اون یکی میری تو چیز، اون وقت همشون که دروغه. آخر شب اینا چون یه مش پیروپاتالی هستن که زن و بچهشون توی شهرهای خودشونن، توی ایالات خودشونن، آمدن اینجا هر کدومشون یه اتاقی گرفتن برای که پول کمتر خرج کنن. بعضی هاشون 2-3 نفری با هم مثل دوباره دانشجو یه اتاقی خونه گرفتن که پول بیشتر داشته باشن، شبا برن عرق خوری. بیاین ببینید شبا چجوری عرق میخورن و سیگار میکشن و با دختر پسرهای جوانی که اون بیچاره ها به امید این که بیان کارآموزی اومدن خودشون انداختن تو این دست افراد پلید. یکی یکی هم میبینی یه دخترش کشته میشه، میگن این رابطه داشته با مردی که از پدرش پیرتر بوده و الی آخر. در هر صورت دوست عزیز آقای شهافر گفت ما از شما انتظار بیشتری داشتیم، بلند شدی آمدی، حالا رفتی اینجا. وقتی شما میای یعنی قبول داری که آقای فخرآور
رئیس مجلس سنای کنگره ملی ایرانیانه. آخه ببینید چقدر مسخره است. شما که نتونستی منو مسخره کنی، شما خودتو مسخره کردی. و آیا میارزید ارزش داشت؟ امیدوارم اقلا پول بلیط و هتل و اینا رو اونا داده باشن و از جیبتون نداده باشید. در اصل اگه کسی در این کمیته ها بوده بیاد، یعنی در این نشست بوده بیاد به من بگه. فکر کنم آقای غلام ترشیزی توی یکی از ویدیوها هست، نمیدونم این ویدیو مونتاژ شده مال قبله، چون بعضی وقتا نفرات که کمه عکس حالا بهتون نشون میدم، نشون میده ردیف اول چند نفر نشستن، ردیف دوم دیگه خالیه. حالا خود این تو مجلس نیست دوستان، توی اتاقایی هست این بر اون ورش. من 100 بار تو اتاقای مختلف رفتم، بعضی اتاقا 9 نفر جا داره، 3 نفر میشینن 6-7 نفر وای میسن، بعضی اتاقا 50 نفر جا داره. اینجوری نیست که 500 خورده نماینده باشن، نمیدونم 1000 نفر 2000 نفرم یکی برای من بزنه ببینم ظرفیت به اصطلاح آدینس یا تماشاچیای مجلس چقدره. مثلا وقتی که استیت آف یونیون هست که هر سال رئیس جمهور میاد صحبت میکنه، ببینیم چند نفر مردم میتونن اونجا باشن. اونجوری نیست عزیز من، شما رو فریب دادن. حالا بیاین با مردم رو راست باشید و بگید که چه گذشت. ممنونم جناب سوربی. بنفش شده اید شما هم. والا ما ماجرا داره، من بعضی وقتا اتفاقا به خانم میگم قربون اون وقتا که 2 جوراب داشتیم، یکیشو میشستیم یکیشو میپوشیدیم. یکم بریم عقبتر حقیقتا یه جوراب داشتیم، اگه میشستیم باید وای میسادیم خشکش میکردیم تا میپوشیدیم. حالا جوراب میگیم پا میکردیم، اینا میگن میپوشیدیم. بعضی وقتا یادم جورابو میگرفتیم روی بخاری علادین این ورور میزنیم، جوراب پلاستیک بود یه دفعه میسوخت. الان چون پیرن زیاد دارم و این پیرنا رو میذارم اینجا، میبرم خوشرویی میارم، وقتی میرم دوش میگیرم میام، یه پیرنی که اینایی که تو پلاستیک اومده تمیز از اونا برمیدارم میام. و امروز بهتون یه چیزی بگم دوستان، خودتون از حالا به بعد دقت کنید، اینایی که برنامه میذارن سفید میپوشن، اصلا دیوونه میشه اون بیننده تا آخر برنامه، یا سیاه میپوشن. اصلا اولین چیزی که تو کار رادیو تلویزیون بهتون یاد میدن، حالا ما 2-3 کلاس دیدیم، خیلی دوور نمیداریم و خیلی تظاهر نمیکنیم، اولین چیزی که یاد میدن، یا اون موقع با این دوستان که بودن وقتی مهمون دعوت میکردیم میگفتیم لطفاً همه چیز سیاه نپوشید، همه چیز سفید هم نپوشید. و احیاناً یکی 2 لباس با خودتون بیارید که اگه اومدید اونجا با رنگ بک‌گراند ما با نور اینجا جور نشد به اصطلاح عوضش کنیم. در هر صورت دوست عزیز، این بنفش، اولا این بنفش نیست، توی شیراز بهش میگن گلخاری یا سوسنی. حالا شما بنفش میبینی، ما بنفش، و امیدوارم ما مثل آفتاب پرست نباشیم، آفتاب گردون نه، آفتاب گردون گله دیگه، آفتاب پرست نباشیم که هر جا به هر رنگی که بود در بیاییم، یا مثل پرچم نباشیم که به هر بادی که وزید ما هم بریم به اون بر. در اصل ممنون از شما که حواستون همه جا هست، و من بعضی وقتا به این دوستان میگم آقا تو رادیو ممکن بود شما یه دروغی هم میگفتی، وقتی هم دروغ میگفتی خودت هم اینجوری مسخره میکردی، ولی تو تلویزیون این کار امکان نداره، مخصوصا ما که عینک میزنیم چشامون درشت‌تر میشه، شما حرکت چشمون، حرکت دستمون، لحن صحبت کردن و همه اینا زیر ذره بین شما هست. ممنون و متشکر از شما. و اما ترامپ بالاخره یک کار خوبی انجام داد. حتما میگید چی شده؟ سوربی داره از ترامپ تعریف میکنه. بله، کار خوبش این بود که امروز از آمریکا رفت بیرون به طرف عربستان سعودی و اسرائیل و 5 کشور. حالا ببینیم اونجا چه دستگلی به آب میده، و احیانا از اون حمام‌های طلایی بهش میگن گلدن شاور، برید بزنید توی گوگل ببینید گلدن شاوری که ایشون توی روسیه داشته چی بوده، احیانا براش تهیه میبینن یا نه، خبرهاش بالاخره پخش میشه.
ولی بالاخره یک کار خوب ترامپ انجام داد بعد از این 118 روز 120 روز که همه رو اینجا واقعا عاجز کرده، دست و پاشو جمع کرده بره. امیدواریم دو سه روز ما بتونیم بلکه روز خوش داشته باشیم و وقتام گفتن که آب خنکی از گلومون پایین بره. و اما از شما من اگر بپرسم که به نظر شما چرا همسر آقای ترامپ، این خانم ملانیا، چرا نیومد نیویورک؟ فکر کنید دربارش. یه زنی خارجی که امید و آرزوش اون بوده که ویزای آمریکا داشته باشه، ویزای آمریکا که گرفته هیچ، گرین کارت و سیتیزنشیپ که گرفته هیچ، شده زنی یه آدم پولدار هیچ، حالا هم شده میگن اینجا فرست لیدی، یعنی بانوی اول آمریکا. خب یه کسی که اینجوریه و خودش میگه من تشویق کردم که دونالد ترامپ بره رئیس جمهور بشه، چرا حالا که رئیس جمهور شد باهاش نیومد واشنگتن و توی نیویورک موند؟ تا آخر برنامه بهتون وقت میدم که بنویسید به نظر شما چرا همسر دونالد ترامپ نیومد باهاش واشنگتن و نیویورک مونده و یه خرج بزرگ و گزافی رو روی دست پلیس و شهرداری نیویورک گذاشت. صحبت از پلیس نیویورک و شهرداری شد. دیروز اگه اشتباه نکنم یه نفر، یه آقای 26 ساله‌ای با یه ماشینی رفت زد به این پیاده رو یا پیاده روهایی که در تایم اسکوئر هستن توی نیویورک، هر وقت برید اونجا شلوغه، و یک نفر رو کشت، 22 نفر رو زخمی کرد. همون موقع یکی گفت مست بوده، یکی گفت که ممکنه گاز و ترمز رو اشتباه گرفته باشه. توی آمریکا تا حالا چندین نفر گاز و ترمز رو اشتباه گرفتن، حتی بچه های خودشون رو کشتن. و این معمولا کسایی هستن که چون ماشین اتوماتیک هست و کلاچ نداره، پای چپ رو میارن ازش به جای ترمز استفاده میکنه، و یعنی شما یه پاد روی گاز، یه پاد روی ترمز، که کار خلاف و اشتباهی هست. اولا همیشه چراغ ترمز روشنه، دوما همیشه ترمز چسبیده به این روتور یا درام و ترمزات گرم میشه، مصرف بنزین زیاد میشه، ضمناً خطرناک هم هست. اگر شما یه نفر بپره جلوتون، دو تا پاتون رو فشار میدید و خیلی وقتا قدرت این پای راست زیادتره، چون آدمایی که راست دست و راست پا هستن زیادتره، و نکنید این کارو. حتی اگه شده برای تمرین، من خودم یادم سال 1978 اولین بار یه ماشین اتوماتیک نو از این شیرازیایی که رفته بودن قطر و دبی و اینها آمده بودن با خانوادهشون، و یه دوستی گفت که اینا این تابستونی یه نفر میخوان امین باشه چون خانوادهشون اینها، تو میای بشی رانندشون؟ گفتم چه بهتر. آمدیم شدیم رانندشون. یه ماشینی به این گندگی دادن دست ما، و من یادم رفتم از سیمتری سینما سعدی که اومدم دم خاربار آسیا، سوپر آسیا که رسیدم، به هوای کلاچ پامو آوردم و ترمزهای ماشینای اتوماتیک پهن‌تره، دلیلش هم نمیدونم چرا، پامو آوردم گذاشتم رو این، و شما وقتی پاتو میذاری رو کلاچ، قربونش برم همچین میذاری. خودم با سر رفتم توی این به اصطلاح فرمون و اینها، تا دو سه روز این دماغ و پیشونی و اینها درد میکرد. خلاصه دوستان، اگر با پای چپ ترمز میگیرید اشتباهه. هر کی هم بهتون گفته اینجوری خیلی سریعتر میتونید ترمز بزنید و اینها، اشتباهه. پای راست گاز برمیدارید میذارید رو ترمز، پای راست گاز برمیدارید میذارید رو ترمز، پای راست گاز و پای چپ ترمز، این خطر پیش میاد. نمیدونم، هنوز تحت تحقیق ماجرای دیروز، و اگر کسی خبر جدیدی داره ارسال کنه تا ما ببینیم چیه. اصلا باید ماشین بی ترمز بله، آقای حمید حمیدزاده میگه اصلا باید ماشین بی ترمز بسازن. آره جاش مونده. کجا جاش مونده؟ اینجا جاش مونده.
معمولا آرایشگاه که میریم جاش میمونه، جای پای آرایشگاه. خب دارن میسازن ماشین بی ترمز، بی راننده، بی فرمون دارن میسازن. یک کمی صبر داشته باشید و اونم به زودی میاد توی مارکت. و اما آقای حسن ارشاد باز هم بهش تبریک میگن، برنامه شماره 131 خودش رو ساخته و فرستاده و ساعت 4 من بهتون نشون میدم در رابطه با طرد عبدالحسین آیتی ملقب به آواره توسط شوقی. ایشون میدونید که نقد دین بهایی رو یا بهاییت رو انجام میده و میدونید وقتی که دوستان بهایی تو تلویزیون مردم برنامه داشتن و اینقدر برنامه داشتن که بعضیا فکر میکردن خود منم بهایی هستم، ما به این دوستان بهایی میگفتیم شما چرا این همه از ظلم و ستم اسرائیل، ما کاری به دینشون و اونا کلیمیان و فلسطینیان مسلمانن اینا نداریم. آقا حقوق بشر بچه فلسطینی که بم میندازن اینجوری منفجرش میکنن، موشک میندازن اینجوری، چرا هیچی نمیگید؟ هیچ کدومشون نتونست بگه. آقای حسن ارشاد توی این برنامه برای شما توضیح میده، آقایون بهایی، خانمای بهایی، مگه نمیگید بهاییت یه دین جهانیه؟ چرا اسرائیل اجازه نمیده یه نفر بیاد بهایی بشه؟ چرا اجازه نمیده اونجا شما سجل صادر کنید برای افراد؟ شما هم کارتون خیلی خرابه. ما که بارها گفتیم کارمون خیلی خرابه، ولی شما دوستان بهایی 20 سال از من پنهان میکردید که دنبال حکومت هستید. وقتی که آقای حسن ارشاد آمد گفت، بعد آقای حسن فیروزی آمدن اینجا، من از آقای حسن فیروزی که بهایی هستن پرسیدم، ایشون گفت بله ما البته دنبال این هستیم که حکومت به اصطلاح دنیا رو دست بگیریم و دین همه هم بشه بهاییت. خوشحالم که ویدیوش موجود هست. امروز یه جایی دیدم که 3 ویدیو از آقای یزدان خدابندلو گذاشتن و برای آقای خدابندلو نوشتم آقا ببین شما با این برنامه ها هم دیجیتال شدی، هم جاودانه شدی، هم جهانی شدی. ایشون گفت بله دیگه، ما خیلی به خودمون افتخار میکنیم. گفتم قربان، حالا ما اینقدر به شما کردیت دادیم، شما میگفتی البته با کمک تلویزیون مردم و سوربی. در صورت دوستان، تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان هست. هر کسی ادعایی داره بیاد تا ما این جایزه اول بودن رو تقدیم اون کنیم، ولی تلویزیون ایرانی اینترنتی قبل از سال 2003 نداشتیم. بنده دسامبر 2003 این تلویزیون مردم رو به اصطلاح افتتاح کردم و تقدیم کردم به شما. همیشه هم گفتم این یک ماشینیه ما میدیم به شما. خودم هم راننده خوبی هم دیگه تعریف کردم که پامو زدم رو ترمز با کله زدم توی فرمون. راننده خوبی هستم، مجانی برای شما. ولی دوستان اگر سوار این ماشین میشید، شما هم لطف داشته باشید، محبت داشته باشید، معرفت داشته باشید، بنزین بزنید توی راه که داریم میریم، کافی بخرید، یه جا وایسادیم نهار بخوریم، بگو آقا مکدونالد چیه ببریم، اینجا یه ایرانی هست، چلو کباب بخوریم، منو مهمون کنید و از مفت خور بودن بیاین بیرون. علی دوستمون از ترکیه آمد و آمریکا و خوشحالم تعریف کرد که یه نفر آدم خیر اصلا خونه‌ش رو داده به اینا، گفته باشید اینجا تا یک جای خوب و مناسب پیدا کنید. برای من نوشت آقا این آقای مهدی برومند دیوانه شده. گفتم والا خیلی ها از روی اقیانوس وقتی رد میشن از اروپا یا از ایران از آسیا میان آمریکا، مثل اینکه فشار هوا و اینها مغزشون توی اقیانوس تخلیه میشه، یه طوری میشه، و آقای مهدی برومندم یکی از اونهاست و من حقیقتش ایشون رو بلاک کردم، چون افسر نمیفهمه داره با کی صحبت میکنه، برای کی مینویسه و فقط وقت ما رو میگیره. هی میگم آقا این یعنی چی برای من نوشته؟ میگی نه من به جواب یکی دیگه. آقا جواب اونو چرا به من میدی؟ اونم به صورت پیام، به صورت مسیج برای من میدی. در اصل ما بلاکش کردیم. خدا پدر مادر این جوانایی که این برنامه ها رو درست کردن بیامرزن که یک چیزی هم به نام بلاک گذاشتن. ایمیل کسی میفرسته مزاحمتون میشه، یه بار بهش بگید آقا لیست منو از لیستت بردار،
یا آرمن ساگینیان دیوانهی لیست مردم رو میدزده، اسم شما اونجاست، خب شما مؤدب باشید بگید آقا من نمیخوام ایمیلای دیوانه شما رو بگیرم، بردار، ور نداشت بلاکش کن. البته متاسفانه جیمیل بلاکش، وقتی شما کسی رو بلاک میکنی هی میفرسته تو اسپم. حالا اینو داشته باشید، اون وقت اگه کارتت هم دادی به یه نفر که آقا ایمیل من اینه info@mardomtv.com، این بیچاره برای شما ایمیل فرستاد، اولین ایمیل ایشون هم میره تو اسپم، مگر اینکه شما آمده باشی خونه ایمیل اونو گذاشته باشی جزء از خودیا. خب من که کارت دادم به یه نفر، ایمیل اونو که نمیدونم، اون باید برای من بفرسته. 10 بارم تا حالا برای جیمیل نوشتم، امیدوارم که کاری انجام بدن در این رابطه. آقای حسن ارشاد، برنامه 131، نقد بهاییت. خب جمعه هست و اینجا بعض وقتا فرایدی رو میگن فاندی، یعنی روز خوشی، حال کنیم، روز باحال، فرایدی فاندی، و بعضی هم میگن تی جی آی اف، یعنی تنک گاد که جمعه است، خدا رو شکر که امروز جمعه است. آقای ایران بومی، دکتر ایران بومی، که ایشون هم بدقولی کرد، قرار بود این هفته اینجا باشه، با هم 20 بریم فیلادلفیا، ما با اون سازمان آلمانیا تماس گرفتیم، 2 تیکت ازشون گرفتیم که بریم فیلادلفیا. ایشون امروز صبح نوشت که خیلی اینجا سرم شلوغه تو دادگاه، نتونستم بیام، تابستون میام. گفتی ای حالا به ما میگی؟ در هر صورت دوستان بدقول نباش، ولی برای من یه چیز فرستادن، یک ویدیویی، اینایی که شیرازی هستن احتمالاً اینو میشناسن، حالا ممکنه جوونا نشناسن، ولی شکر شیرازی، اتفاقاً من اون وقتا که برنامه این خانم کی بود از اسرائیل، یه رادیویی داشتن، برنامه‌شون رو پخش می‌کردم، یکی دو بارم این آقای شکر شیرازی آمده بود اونجا، برنامه ایشون رو هم پخش کردم، و حالا ببینیم که میتونیم پیداش کنیم برای شما پخش کنیم، یک کمی خوش باشیم و ببینیم چی میگذره. خدایا بذارید اینجا از اینوری پیداش کنم، خیلی چیز زیاد شده. همین علی دوستمون نوشت که آی سوربی اینستاگرام من اینه. گفتم آقا من دارم، اونم مثل مغز که دارم ازش استفاده نمیکنم، ازش استفاده میکنم. آقا خانم هر پروگرامی میاد شما میذاری تو تلفنت، میری اونجا به همه دوستات نگو بیان اونجا. دوستای تلگرامت چی شدن؟ دوستای نمیدونم مای اسپیس، نمیدونم فیسبوکت، والا نمیدونم، اصلا داریم دیوونه میشیم، از این پروگرام به اون پروگرام، از این پروگرام به اون پروگرام. صبح که میام اینجا اسکایپ رو باز میکنم، تلگرام رو باز میکنم، ایمیل رو باز میکنم، فیسبوک رو باز میکنم، توییتر رو باز میکنم. آخه واقعا زندگی معنیش این بوده؟ دیروز یه دوستی آمد اینجا، من نوه‌مون خواب بود، برای که ایشون زنگ نزنه در رو باز کردم رفتم بیرون، گفت چه خوب شد شما اومدی بیرون، تلفنت داخله؟ گفتم آره. گفت منم تلفنم داخل ماشینه، ببینیم یک کم قدم بزنیم، ببینیم هنوز بلدیم قدم بزنیم، با هم حرف بزنیم، یا تکس کنیم، یا فیس تایم کنیم، یا اسکایپ کنیم، یا اینستاگرام کنیم. حالا برگردم براتون این رو پیدا کنم که شکر شیرازی اینو صبح برای داداشم فرستادم، گفتم که حالا اگه پیداش کنیم برای شما. نمیدونم چرا اینجا آقای شهرام ایران بومی رو نمیبینم، ضمن اینکه 2-3 بار باهاشون امروز کلکل کردیم و چیز نوشتیم و چیز گفتیم و اینها. بله پیداش، گو گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. توی شیرازم اون وقتا که یه چیزی گم میشد، این مادر بزرگمون میگفت 2-3 سلوات بفرست، احیانا شیطون روش خوابیده، شما سلوات که بفرستی میرد از اونجا و میبینیش. ما هم که بلد نبودیم که به مادر بزرگمون بگیم بابا این شیطون زودتر از حضرت محمد و زودتر از همه این پیغمبرا اون بنده خدا بوده، و خدا چه ظلمی کرد به این شیطون که سنیاریتی رو یا
ترتیب سن و سال و ترتیب الفبا رو رعایت نکرد و آدم رو آورد گذاشت جلو، این شیطان هم عصبانی شد، گفت قربونت برم خدا، ما از روز که تو خدا نبودی باهات دوست شدیم، حالا که خدا شدی آدم میسازی، آدم رو میذاری جلو ما، رفت و دشمن شد. و چه دشمنی هم هست، خدا 124 هزار تا پیغمبر فرستاده، حریف این شیطان نشده. حالا چرا خود شیطان، خود خدا یه تلنگری نمیزنه به این شیطان؟ منتظریم آقای مکس قلمی بیاد برامون صحبت کنه، ببینیم خدا کیه، پسرش کیه، روح القدس کیه. به نام پدر و پسر و روح القدس. مطرب ایرانی در اسرائیل نوشته اسمشون رو نمیدونم، هیچ که نمیدونه، شاید هم اسمش شکر بوده واقعا، ولی تو ایران تو شیراز بهشون میگفتن شکر، بهش میگفتن شکر. و توی عروسی ها و اینها، حالا یه چیز جالب براتون بگم، وقتی که بنده 40 سال بله 40 سال پیش ازدواج کردم، میدونید که رسم بعد از ازدواج، فامیل عروس، فامیل داماد دعوت میکنن عروس و داماد رو که برن منزل اونها، بهشم میگفتن که پاگوشا، یعنی آشنا بشن. حالا اون شب توی عروسی، ببخشید اینو میگم، هر صاحب خودش نمیشناخت، حالا بیان آشنا بشین. و دایی همسر من، دوستان این کلمه همسر رو خیلی استفاده کنید، خانم من، زن من، اینا رو بریزیم بیرون، همسر من با خانمم همسرم، همقدر نیستیم، همردیفیم، همسریم. خلاصه دایی همسر ما این آقای شکر شیرازی رو، دو سه تا دوستاشو دعوت کرد و شکر شیرازی تنبک میزد همیشه، با این تنبکشم یه حرکات عجیب و غریبی انجام میداد، میپرید بالا و پایین که نگو و نپرس. بذارید ببینیم حالا یکم میتونم شما رو ببرم به شیراز، یکم از این شکر شیرازی بهتون بدم. آمد اینجا، نه میخوام اینجوری نباشه، صبر کنید ببینم. ما اینو تا نشون میدیم، بعد آقای یوتیوب میگه که چرا فیلم دیگران رو نشون دادیم، میگیم بابا این به اندازه کمی نشون دادیم که مردم برن نگاه کنن. بفرمایید. امیدواریم که هر جا هست شکر سلامت باشه. من فکر کنم رفت اسرائیل دیگه، اونجا اسرائیل موند. سلامت باشه، تو این سن و سال شاد باشه. و یکی از دلایلی که اون موقع کلیمیا بیشتر تو کار این بهشون میگفتن چی؟ گروه نمیدونم شادمانی دستگاه یه چیزی اینجوری میگفتن. خب خیلی هم به زبون معمولی میگفتن مطرب یا دسته، میگم مثلا امروز دسته اسخرماتیکی اومده، امروز دسته جوانمردی اومده. وقت اینا رده های بالایی داشتن، مثلا اسخرماتیکی گرونترینش بود. بعد فرداش اون روزی که یک عروسکایی بود تو شیراز، باز به اون عروسکا میگفتن جی جی بی جی، اینا میمدن، بعد شکر میمد اینا. یعنی حالا دیگه تا یه هفته جشن نمیگرفتن، ولی تا یکی دو سه روز اونجا شادی و شادمانی بود. امیدوارم هر جا که هستید شاد باشید، شادمان باشید. و روی بالاترین یه آقایی به نام اسماعیل آقا آمده، یه بار دیگه هم قبلا همینو نوشته و به نظر میاد که کپی میکنه میذاره، و این خیلی کار بیخودیه که شما یه چیزی رو نوشته داشته باشی کپی کنید بذارید، یعنی نشون میده که برای خودتون احترام قائل نیستید، نیومدید درباره این صحبت کنید. ایشون نوشته که سربی اطلاعات چندانی نداره. خب اینو که ما آقا بارها گفتیم، شما که اطلاعات چندانی داری بیا جلو این گوی و این میدون تا مردم بهت بگن چند آنی. این ماجرای چندان، یه نفر که قدش بلند بود گفت ما از بس قدمون بلنده ما این نداریم، همه اونه، چون از این بالا هستیم دیگه، چیزی رو از نزدیک نمیبینیم.
همه اون هستن، ما این نداریم. حالا شما که چندان با سواد هستی، اسماعیل آقا بیا ببینیم چه داری ز مردی و زور. اون روز از آقای سهراب چمنارا انتقاد کردم، منتظر هستم که ویدیوشون بیاد. احتمالاً ایشون ویدیوش تا دوشنبه میرسه و یادتونه که یه دفعه ما با خوشحالی آمدیم گفتیم دوشنبه ها آقای سهراب چمنارا رو داریم، چهارشنبه ها آقای مصطفی زاده رو داریم، جمعه ها آقای دکتر افشار ها رو داریم، چهارشنبه ها آقای یزدان خداوندرو رو داریم. یه دفعه همه این دوستان مثل کش بند تنبون که میگرفتی یه طرفش در میرفت در رفتن و این نشون میده پشتکار ندارن. و بازم آقای افشارها با وجودی که اینقدر مسافرت دارن و اینقدر هم به اصطلاح کارهای آموزش و درس و اینا، هر وقتی که بتونن میان یه برنامه میذارن، نظراتشون رو میگن. و دوستانی که به من هی میگید آقا اینا رو از کجا آوردید، آقا اینا از کجا، اینا جامد و موچینز نیستن، اینا آدم های ایرانی تحصیل کرده هستن و اینا وجود دارن. من از شما سوال میکنم آقای چی بود اسمت؟ شاهین دلنشین. من از شما سوال میکنم، شما که به هر دلیلی عکس قلابی گذاشتی، اسم قلابی گذاشتی، بزرگترین هنرت اینه که رو پرچم نوشتی ایرانی سکولار میخواهم، خب بشین تا بیان بهت بدن. اگر یک آقایی مثل آقای افشارها که اینجوری معتقده، دینش رو اینجوری قبول داره که میگه من حتی برای رأی دادن استخاره کردم، با وجودی که خودم دلم میخواسته رئیسی رأی بدم چون همشهریم و خیلی قاطعه، ولی به روحانی رأی دادم. کسی که اینجوری، اگر این آقایون آخوندا اون نمیدونم هر چیز مذهبی، رهبر مذهبی فتوا بده، دستور جهاد بده، شما فکر نمی کنید که ایشون حاضره؟ ولی از شما میپرسم رهبر شما کیه؟ شما فدایی آقای سعید شمیرانی شدید. امروز براش نوشتم سعید من به تو گفتم اولاق پاش از توی کوچهی که رد میشه توی گودی یه بار میفته. فقط احمقا هستن که هی اشتباه میکنن باز اشتباه میکنن. تو رفتی دنبال سعید سکویی چیچو فرانکو، رفتی دنبال حقا عقب افتاده، رفتی دنبال وطنخا روانی دیوانه. خب من به تو گفتم مرد حسابی، هیکلشو داری، قیافشو داری، صداشو داری، برو برای خودت یه رادیو باز کن بشین حرف بزن. نگفتم برو رهبر بشو، فدائیان اسلام نه فدائیان ایران را انداختی، اینجوری آبرو خودت بردی. امروز براش نوشتم هنوزم دیر نشد. شما به من بگو رهبرت کیه آقای شاهین دلنشین؟ گیرم که سعید چیز باشه، شمیرانی باشه. اگه این گفت آقا نمیدونم دیگه از بس اینا بدقولی کردن مردم مسخرهشون میکنن میگن 33 مثلا اردیبهشت، اگه گفت 33 اردیبهشت بریم ایران، شما بلند میشی بری؟ رهبرت کیه آقا رضا پلوی عقب افتاده؟ اگه گفت آقا امروز اردیبهشت 15 خرداد 12 خرداد 10 خرداد بریم ایران، حاضری بری؟ نیستی. دلیلش اینه، اون شعری که میگه که اونها دو نفر بودن با هم، ما مثلا 100 نفر بودیم تنها، این برای همینجا گفتن. شما 1000 نفر میگه آقا نگاه کنید کاغذ ها رو میاره، نگاه کنید 4 تا کاغذ نوشته. خب که چی؟ روزی که میخوایش تو میدون تو خیابون که نمیاد که. چی بگم، منتظر هستم هر کدومتون ادعایی دارین از اون اسماعیل آقای روی بالاترین تا شما آقای دلنشین تشریف بیارید با هم صحبت کنیم. ضمناً قرار شده که این آقای مکس قلمی بیان درباره مسیحیت با ما صحبت کنن، منتظرشون هستیم. خیلی خوشحالم که آقای ترشیزی اینجاست. آقای ترشیزی، ویدیویی رو دیدم از وایس آف امریکا و گزارشی از نشست دیروز کنگره ملی ایرانیان، شما هم تو اون بودید؟ نمیدونم حالا این ویدیو مال قبل بوده همینجور نشون دادن یا بودید، واقعا اگر بودید و مایل هستید
یک تماسی داشته باشیم، نظرتون رو بگید. آیا شما هم مثل آقای شهافر رفتید ببینید چه خبره، یا واقعا بهش باور دارید و شما جزو کنگره ملی ایرانیان هستید، آقای فخرآورم رئیس سنا، و من نمیدونم یک کنگره داریم یک سنا داریم که آقای فخرآور رئیس سنای کنگره ملی ایرانیانه، چون کنگره اینجا که میگن کانگرس یعنی نمایندگان یعنی مجلس، سنا که میگن یعنی مجلس سنا. ولی ما قربونش برم ما کاری نداریم که همه چی رو قاطی میکنیم، بالاخره یک معجونی از توش بیرون میاد. شکر شیرازی، ممنون از آقای دکتر ایران بومی و فرنوش. با سومین برنامه رو بهتون نشون دادم، کارش خوب هست و هر روز هم بهتر میشه. و اما یه فیلمی رو براتون ضبط کردم و بعد از برنامه آقای ارشاد بهتون نشون میدم. وقتی که برای دوستان فرستادم بعضی هاشون گفتن که این مال 2-3 سال قبله. گفتم ببین این نشون میده من 2-3 سال از شما عقبترم. وقتی بهتون میگم از شما کمتر میفهمم، وقتی میگم از شما عقبترم، شکست نفسی نمی کنم، تعارف نمی کنم، دروغ نمیگم. آقا خانم بنده اینجا کار میکردم 4 صبح تا 11 شب، اصلا گاهی وقتا یادم میرم، باور کنید یادم میرفته که دارم میرم نشنال ایرپورت یا دارم میرم به طرف جنوب. بعدن یک کمی وضع اون خوب شد، پولدار شدیم. آره جمهوری اسلامی پولمون داد، گفت که کارتو ول کن بی بشین اینجا، برای یه عده آدم از خودت بیکارتر برنامه بذار. اون آقای 747-2600-2266-2100 اون زنگ بزنه بگه آقا حتما تو ماموری، اگه مامور نبودی که از شاه ایراد نمی گرفتی. آقا شاه مرده، اگه نمیدونستی بدون، شاه مرده. همون جوری که از هیتلر، از خمینی، از نادرشاه، از قاجار میشه ایراد گرفت، از شاه هم میشه ایراد گرفت. و ضمناً هر کسی که پاش رو میذاره توی سیاست میشه پالیتیشن، میشه سیاستمدار. من و شما حق داریم ازش ایراد بگیریم. هر کسی میاد جلو تلویزیون شما ازش ایراد بگی، بشین تو مهمونی ها بگو این سربی نمیدونم بی خود حرف میزنه. اونایی دیگه میگن آقا تو بی خود حرف میزنی، سربی تو حالا یه چیزی نگفته که تو ثابت کنی دروغ گفته. بیاین جلو، از تو سوراخاتون بیاین بیرون. اون شعره چی بود؟ از خونتون بیاین بیرون آی آدم آیه، چی بود؟ شعر قشنگی بود. خب و اما این فیلم مستند اسمش هست داکترین شوک. این داکترین و اینا وقتی یه برنامه یه اجندایی یه پروگرامی که دنبالش میرن، مثلا میگن این داکترین جورج بوش این بود. حالا چرا میگن؟ خب دیگه گفتن دیگه، ما چه میدونیم. بعضی هم اشتباهی میگن داکتورین، نه بابا داکترینش اینه. این داکترین شوک یک خانم نویسنده ای این فیلم ساخته بر اساس کتابی که نوشته و نشون میده که از سال 1951 اگه اشتباه نکنم این سرمایه داری چجوری دنیا رو عوض کرده و به هیچ کس هم رحم ندارن و این جنگایی هم که راه میندازن برای اینه که یه شوک وارد کنن به اون جامعه که بعد هر چی میخوان خودشون بچپونن تو حلقوم اون جامعه‌ای که ترسیده از اون جنگ، ترسیده از اون شوک. من چرا تعریف کنم؟ خودتون نگاه کنید. اگر انگلیسی میفهمید چه بهتر، اگه نمیفهمید صداش رو کم کنید، زیرنویس فارسی داره. به نظر من خیلی کار قشنگیه و ممنون. مستند دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه، یا باید باشه فاجعه ظهور سرمایه‌داری، سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. ببینیم این دوستمون چی نوشته. میگه که من هوادار و دوستدار برنامه های تیمسار آریان پور هستم. ممنونم از شما. و ایشون خب الان دیگه سنشون بالاست و بهتره تو گرما سرما رانندگی نکنن، ولی اگه دوستانی مثل شما براشون ایمیل بفرستید، روی فیسبوک بهشون بگید، ایشون حتی از طریق تلفن و فیسبوک و اسکایپ هم میتونن مهمون ما باشن و نظراتشون رو بگن. بله منم از سالها پیش عاشق ایشون شدم، چون یه کسی هست که در مقابل ظلم و ستم قد علم کرده
و اون موقع چون هم وطن پرست بوده، چون هم خوبی شاه رو میخواسته، به شاه گفته، به سیستم گفته آقا شما امروز میدوزی، فردا میان از خودت میدوزن و اینها. بعد میبینی که نه آقا، همه دزدن ول میکنه، میره سراغ کار خودش اینها. اگر خواستید با آقای آریانپور هم تماس بگیرید، ایشون خیلی هم ریسپانسیو هست و فوری به اصطلاح پاسخ میدن. ممنون و متشکرم. و اما آیا کسی خبری از آقای صبری حسنپور؟ تلویزیون رهایی بود، رها بود، رها تیوی بود، رهایی تیوی هم چیزی داره. گاهی وقتا من خودم احساس گناه میکنم که من کمک کردم این تلویزیون رو براش راه انداختم و بعد این یه دفعه یابو برش داشت، یه دو سه تا دکتر عقب افتاده و دو سه تا آدم مفتخور هی آمدن، این گفت حالا ما میخوام بریم بزنیم بریزیم بپاشیم فلان. بعدم خب آقا تو که میخوای بری بزنی بکشی فلان، خودت اگر خودتو قبول داری چرا برای میشه میری ایران؟ ایام عید رفته و گشته و اینها، عید پارسال. و از اون موقع تا حالا گویا گرفتنشو یه نفر آمد، اون آقای سیروس ملکوتی. آقای سیروس ملکوتی، شما که با این جوش و خروش صحبت کردی چی شد؟ پنچر شدی؟ اگر کسی از صبری حسنپور که بچه خرمشهر فکر کنم باشه خبر داشته باشه، با ما هم تماس بگیره، بگه که این بنده خدا حال روزش به چه روز هست. بله. و اما کانادا اجازه نداد که سفارت ایران یا نمایندگی هاش و اینها صندوق اخذ رأی یا صندوق رأی گیری بذارن، ولی اونی که میخواد رأی بده اعلام کرده بودن برای هم دیگه، آقای شاهین دلنشین یاد بگیر، این سیستم فیسبوک، این سیستم سوشال مدیا که من و شما فقط بلد شدیم به هم فوش بدیم، ببین اون آخونده چجوری از استفاده میکنه. در هر امامزاده یک کردیت کارت گذاشتن که طرف با کردیت کارت کمک کنه به امامزاده. به هم خبر دادن و نوشته بود که اگر توی کانادا هستید نمیتونید رأی بدید چون صندوق نیست، بیاین با هم بریم بافالو. میدونید که کانادا و آمریکا، من اصلا تعجب میکنم وقتی آمریکا اومده اینجا چرا اون بالا رو نگرفته، اجازه داده به کوین بیاد اونجا رو بگیری، یا همه رو گرفتن این قسمت جدا شده. در اصل باید بخونم تاریخ کانادا، فکر نمیکنم بیشتر از 150-60 سال باشه، ضمن اینکه تاریخ آمریکا بعد از اینکه جدا شده از انگلستان به 250-240 خورده میرسه. در صورت هم مرزن، اصلا شما مثلا آبشار نیاگارا وقتی میری طرف از این پرسه میخوای طرف آمریکا رو ببینی یا طرف کانادا. و یه مدت که اصلا خیلی راحت شده بود، حالا دیگه بعد از سپتامبر 11 یک کمی سخت گیری میکنن، ولی با همه اینا هم الان دیگه مثلا شما پاسپورت احتیاج نداری، اگر اشتباه بسال نکنم اینه که همون کارت رانندگی اینجا هم داشته باشی میتونی بری، ولی قبل از که برین سوال کنی، بعد نگید سوربی گفت لب مرز وایسید اونجا، بگید خدا ذلیل کنه این سوربی رو. خب اینم نوشته بودم براتون بخونم، عینک فرنوش سیاه و عینک سوربی سیاه، هر دو مشکی هستند، اما این کجا و آن کجا. شما متوجه شدید هر از چند سالی عینکا گرد میشه، مستطیل میشه، نازک میشه، بدون فریم میشه، با فریم میشه. دلیلش اینه که اگه شما چشمتم ضعیف‌تر نشده باشه، احتیاج نداشته باشی، آدم مرتبی هم باشی، عینکت رو خط ننداخته باشی، گم نکرده باشی، باز بگی آقا این دیگه زشته، این دیگه مد نیست، باید برم عینکای اینجوری بزنم. والا روزی که من این عینکو زدم یادم افتاد پدرم وقتی که چشماشو عمل کرد، اون موقع تو ایران مثل الان نبود که لنز بذارم، اون موقع چشمتو عمل میکردن یه لنز اینقدی میدادن به همه، میگفتن شمارت حالا دیگه شد 10، یه عینک چیز میزدن و بنده خدا از دور که میومد ما میخندیدیم، میگفتیم اینجوری چرا مثل قورباغه شده چشمات و اینها. خب اینم یادی از این عینک و اینها. ماجرای ماشین هم همینه، ماشینا هم هر 10-15 سالی یه بار گرد میشه، یه بار به اصطلاح چارگوش میشه، و شما وقتی یه ماشین رو میرونی چند سال بعد دیگه خودت هم میگی که نه دیگه این مد روز نیست. شلوارا رو نگاه کنی، کوتا رو نگاه کنی، اسلیم فیت، آقا فیت فیته، حالا دیگه چرا اسلیم باشه؟ خب منی که فتم
بذار نمیدونم اسلیم فت فیت فت شلوارا پاچهشون تنگ میشه، گشاد میشه، خشتکا کوچیک میشه، بزرگ میشه، شورتا میاد زیر زانو و نزدیک قوزک پا، یه دفعه میره بالای زانو، حتی شورتای مردونه رو میگم ها. و اینم راهیه که اینها اینجوری پول میسازن و نون در میارن. و اما بریم سراغ فولدرمون، یه فولدر بزرگی داریم قطور به نام لایو. لایو یعنی زنده. حالا این لایو مثل لیو می نویسن که اونم مثل زنده بودن و زندگی کردن و اینها. این دوست ما که دنباله تحقیقاتشو برای من و شما زحمت میکشه، به صورت نوار صدا ارسال میکنه و معمولا اون رو هم دوشنبه پخش میکنیم، این بار یه ویدیوی فرستاده، نوشته باز بگو عقل بشر در اختیار خودش است. ببینیم که این چی میگه. این که ویدیو نیست، این عکسه. بله، عکس از انتخابات. خب خیلی خوب شد که شما این عکس رو فرستادی تا من اینایی که توی فیسبوک فوش میدن به این جوونا، مخصوصا به این دختر خانمای جوون میگن فاحشه و اینها، یه نصیحت دوستانه و برادرانه انجام بدم. ببینید دوستان، این خانم به این زیبایی، به این جوونی، سنش من فکر نمیکنم 20 باشه. حالا بگو من عینکم درست نمیبینه 25، حالا بگو 30 سالشه، صورتش خوب جوون مونده. آقا خانم، این 8 سال بعد از انقلاب دنیا اومده، تلویزیون رو باز کرده، 30 سال پیش 2 کانال بود، کانال 1 کانال 2، این ور آخوند به عمامه سیاه، اون ور آخوند به عمامه سفید. خب اینا تو مدرسه که رفتن صبح باید وایسن الجزا بخونن، بعدم سر کلاس دوباره دینی و فلان و اینها. چقدر بی انصافید. حالا امروز داره نظرش رو میگه، این خانم داره مقایسه میکنه که من اگر آقای رئیسی تند رو بیاد چه خاکی به سرم بریزم، باید مغنعه و روسری و چادر بپوشم، مانتو پانتو دیگه قبول نداره، سپورت مپورت قبول نداره. میگه بازم صد رحمت به کفندوز اولی. میره عکس آقای روحانی رو که تیشرت، معمولا تیشرت هایی که اینجوریه یه نفر پول داده چاپ کرده مجانی میدن به مردم، چرا به این فوش میدین؟ حالا فهمیدن. این دوستمون گفت شما بنفش پوشیدید، گفتم تو شیراز به این میگن سوسنی یا گلخاری. حالا بنفش هم که شما میگید یادمه جنبش سبز بود بعد جنبش بنفش، این رنگارم من نمیدونم. در صورت دوست عزیز، این قسمت من فکر نمی کنم این کاری به عقل و اینها داشته باشه، این کاری به شرایط ایران و احساسات این جوانها و الان اون مومنتومی که اونجا ایجاد شده. مومنتوم رو به فارسی چی بگم من نمیدونم. یک شرایطی ایجاد میکنن، شما تو اون شور و شوق و هیجان، بابا شما برو اکشن ببین یه چیز 30 دلاری رو بهت میفروشن 60 دلار، همون موقع که میخریش پشیمونی، برای اینکه مومنتوم ایجاد کردن. اون مرده که حرف میزنه اولا انقدر تند حرف میزنه که شما نمیفهمی چی میگه، بعد انقدر صدا رو بلند کردن که شما گوشت بخواد کر بشه، یعنی خون شما رو چی میگن فشار خونتون میبرن بالا. یه بلایی است، به این میگن مومنتوم. انتخابات شما دیدی مردم تا 3 صبح وایسادن بیدار، میگن خب فردا صبح بیاین نگاه کنید، چه فرقی میکنه امشب شما ساعت 3 صبح بفهمی کی رئیس جمهور شده یا فردا صبح ساعت 6 که بیدار میشی؟ اقلا میخوابی با هر کسی که دلت میخواد انتخاب بشه، با رویای اون میخوابی. در اصل من اینو قبول ندارم که یعنی این عقل، شاید هم شما درست میگی، بله این عقلش الان با تأثیر احساساتش، خب دست خودش نیست، دست اونایی که این پیرنو چاپ کردن و داده. و اما همین جوری که من گفتم امروز آقای ترامپ یک کار خوب انجام داد و ما رو چند روز تنها گذاشت و رفت بره عربستان سعودی. ببین حماقت اینجوریه، اوباما بلند شد رفت کانادا، مکزیک،
بابا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ولی این بلند میشه میره عربستان سعودی. دو سه روز پیش دیکتاتور ترکیه رو اینجا میاره تو کاخ سفید، مردم دم سفارت ترکیه اعتراض مسالمت آمیز وایستادن. فکر میکنید چی؟ مأمورای حفاظت این مرتیکه اردوغان مردم رو زدن. جان مکین میگو اینا فکر کردن اینجا هم ترکیه است، حالا ای بیان شما بشینی آقا ترکیه نمیدونم فرهنگ اینجوری، ایران فرهنگ اونجوری. وقتی یکی بهت بگه آقا اینجا ترک بازی در نیا، اینجا ترکیه نیست، یعنی چی؟ یعنی شما عقب افتاده هستی. خب اون آورده، رئیس جمهور کولومبیا اومد اینجا یه چیزایی گفت که رئیس جمهور کولومبیا هی چشمشو میچرخوند. به کوکائین میگه کوکو، میگه این فکر میکنه از شکلات نمیدونم کوکائین میسازن. بمانه، حالا بلند شده رفته عربستان سعودی. چرا رفته عربستان سعودی؟ 350 بیلیون دلار اسلحه میخواد بچپونه توی خشتک این عربا. جا هم دارن ماشاءالله این اما چی بهش میگن اینایی که میپوشن چی اسمش؟ عبا جا دارن دی. 350 بیلیون با بی دوستان، یعنی 350 هزار میلیون دلار. درست میگم؟ هزار میلیون دلاره یا میلیون میلیون دلار؟ اون تریلیونه که میشه میلیون میلیون. دوستمون از خلیج فارس نوشته وارد کردن هر گونه کالا ساخت ایران هرچند کم و کوچک باشد به عربستان ممنوع شد. کسانی که هنگام ورود به عربستان محصول ایرانی با خود حمل کنند اتومبیلشان تا یک هفته بازداشت می شود، حامل کالا به 6 ماه زندان و پرداخت مبلغ 2600 دلار جریمه محکوم می شود. با اجتماع ترامپ با رؤسای منطقه انتظار می رود روابط به تیرگی رود. بعضی از سیاستمداران جنگ میان دو طرف خلیج فارس را پیش بینی می کنند. یک ماه پیش مقامات عربستان با حمله به مغازه‌هایی که محصولات خوراکی ساخت ایران می‌فروختند همه کالاها را شکسته و به آشغال انداختند. علت را سرطان‌زایی و زیان به تندرستی اعلام نمودند. خب حالا صبر کنیم، گفتم بهتون ببینیم حالا آقای ترامپ رفته از آمریکا بیرون اونجا چه دست گلی به آب میده که تقدیم کنن اینجا. بله این دوستمون نوشته که باریکلا چقدر ما مسلمون ها پیشرفت کردیم، حالا دیگه مسجدی ساختن، اولین مسجد زنانه و مردانه در آمریکا. منظورشون مختلطه، من وقتی ایشون برام نوشت فکر کردم زنانه و مردانه یعنی جدا جدا، ولی منظور ایشون اینه که یه مسجدی درست کردن که زنونه و مردونه است مختلط. و جالب اینجاست که پیش نمازش هم یک خانومی هست. جالبتر این که من دیدم یک خانومی هم بدون حجاب با موی باز داشت نماز میخوند. این رو هم نشون بدیم، امیدواریم که یوتیوب یقمون رو نگیره. صدا بله اون خانومه رو ببینید اینجا هره دیگه همین پشت سر این بدون روسری موها هم باز خود همین خانومم هم. یعنی نگاه کنید تمام برجستگی های بدنش پیداست. بس حالا اگه شما اهل نماز خوندن بودید و تنها مشکلتون این بوده که مسجدا زنها رو از مردا جدا میکنن، این مسجد برای شماست. خب اینم توی آمریکاست، فی آمریکا. اوکی ببخشید. و اما یک تلگرام، صفحه تلگرامی هست چیزای خیلی قشنگی میفرسته و این برای من میذاره، ازشون ممنونم.
بذارید یکی دو تاشو با هم بخونید. نوشته که بر سر گوری در آرامگاهی چنین حک شده است: کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم، بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگه، من باید کشورم را تغییر دهم. بعدها کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده‌ام را متحول کنم. اینک که در آستانه مرگ هستم میفهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم شاید میتوانستم دنیا را هم تغییر دهم. این درست همون چیزیه که من به این دوستان میگم: آقا نگید ما میخوایم بیام 80 میلیون ایرانی همه بشن طرفدار آقای رضا پهلوی. شما طرفداری؟ شما چه کار کردی که اونی که طرفدار نیست انتظار داری انجام بده؟ بلند شو برای آقای رضا پهلوی برو جانفشانی کن، به قول اون طرفدار و فدایی ایران که یک ساعت کارشو ول نکرده بود، برید برنامه چهارشنبه رو ببینید، یک ساعت کارشو ول نکرده بود، تازه نزدیک میدون تجریش هم بوده، نرفته بود برای آقای شمیرانی. خب این یکی بهتره. لطیفه و حکمت آوردن که نادانی بران شد تا به اولاغی سخن گفتن بیاموزد، پیاپی با درازگوش بیچاره حرف میزد و به گمان خود اولاغ در حال پیشرفت بود. خردمندی این را دید و بگفت: ای نادان، بیهوده تلاش مکن و خود را مضحکه دیگران قرار نده. اولاغ از تو سخن گفتن نمی آموزد، ولی تو می توانی خاموشی را از او بیاموزی. البته اون خردمند یادش رفته که بهش بگی تو می تونی ار کردن هم از خر یا اولاغ یاد بگیری. این هم چیزایی که از صبح تا شب هزار تاش برای من میاد. همه میخوایم خوب بشیم، همه میخوایم بخشنده باشیم، ولی به یکش بگو آقا آخرین باری که دروغ گفتی کی بود؟ اصلا لازم نیست فکر کنه، همون موقعی که برای شما این فرستاده این دروغش بوده. و اما این فیلم Have You Seen This، ممنونم از اون دوستی که فرستاده بود، درباره این ماجرای دکترین شوک هست یا فاجعه ظهور سرمایه‌داری یا ظهور سرمایه‌داری فاجعه. اینجوری با فارسی وقتی می نویسن بعضی وقتا کلمه ها می پره این ور ور، دلیلش هم من نمی دونم چیه. و این سبک در دو طرف خلیج فارس متداول است. به رنگ پوست مردم دقت کنید. در برنامه‌ای به اصل اینان که ساکنینی قبل از آریایی ها بودند اشاره خواهم کرد. این آهنگی که من براتون میذارم دوستان، این آهنگو برای انتخابات من دیدم ساخته بودن و نشون میدادن. یکم صبر کنید. به به، آهنگای بندری و اینا حتما همتون یادتون هست، اون تمش، اون سرزنده بودنش، اون شادیش، اون غم و چی از به اصطلاح گرمای روزگار و نامهربانی و اینها. ولی این آهنگ رو نگاه کنید، ایشون میگه که در دو طرف خلیج فارس، چون خلیج فارس یه طرفش ایرانه یه طرفش اون کشورهای دیگه هستن، میگه که در دو طرف اینها پوستشون این رنگی است. و یادمه یه دفعه آقای آریانپور که این دوستونم تشکر کرد بود ازشون، درباره اهالی بومی بحرین صحبت میکردن. حالا اگر وقت داشتید برید، همه اینها به اسم خود آقای آریانپور توی تلویزیون مردم هست، توی یوتیوب هم هست. بشنویم با هم این آهنگ رو، که این آهنگ برای رأی دادن درست شده دوستان.
میدونید که بعضی ها باور دارن که اصل به اصطلاح ما از آفریقا شروع شده و به زودی، وقتی میگیم به زودی برای تاریخ جهان که چند میلیون سال، حالا بعضی ها میگن 6000 سال پیش درست شده، به زودی ممکن مثلا 50 سال 100 سال دیگه باشه، از بس این ازدواج های میکس انجام میشه، این سیاهه با اون چاینیز، اون چاینیز با اون آمریکایی، این ایرانی با آمریکایی. خود بنده الان دامادم آمریکاییه، عروس هم آمریکاییه، اینها بچه هاشون خیلی باهوشترن. البته این فسقلی 13 ماهه کلک میزنه به من، یه چیزی رو بلند میکنه به من نگاه میکنه، من میگم اوکی میخوای بدی بابا بزرگ، میرم اونجا، میخنده اینجوری میکشتش عقب. خب حالا ما فکر کنیم بچه ما از همه باهوشتر، همه همینه، هم فکر کنیم عجب باهوشن، آقا بچه خودمون هم همینجوری بود. در هر صورت میگن که ما از آفریقا اصل آدمیت و اینها شروع شده و به اونجا بر میگرده، که اگر اینو قبول کنیم خب اون وقت اون قضیه داروین چی میشه؟ چون طبق قضیه داروین باید در هر گوش و کناری هر جای آب کثیفی وایستاده، این بشه از این موجودات تکسلولی، اون موجود تکسلولی بشه از این کرمایی که اینجوری میکنن، اون کرمه بشه قورباغه. دیدیم دیگه، ماهی ها رو دیدین، تخمه میشه چیز بعد میشه ماهی، یا پروانه رو دیدید میشه کرم شبتاب و نمیدونم از این چیز. خب ببینیم که دیگه براتون چی داریم. کنگره، آها تو این فیلم بود کنگره، اجازه بدید بهتون نشون بدم. نمیدونم این آقایی که اون پشت نشسته آقای غلام ترشیزی است، ولی دوستان من این صفحه رو بهتون نشون میدم، شما نگاه کنید ردیف اول و بعد ردیف دوم صندلی ها رو. من تا اون موقعی که نگاه کردم اینا فیلمی از به اصطلاح چیز نگرفته بودن. میدونید که معمولا اینجوریه که شما یه فیلم که میگیری از صحنه و اینها، بعد دوربین رو میچرخونی، از حضار هم فیلم میگیری. این نمیدونم، اینه که میشناسیم آقای فخرآوره، این آقا رو فکر کنم آقای ترشیزی باشه، ولی من توی فیلم دیگه بعدن اینجا دیدم. ولی دوستان ببینید، اصلا صندلی ها که ماشاءالله پر جا نبوده، همه این دور و بر وایسادن. حالا باید صبر کرد و ببینیم چه خواهند کرد. اینم از این. و اما بریم سراغ عکس مخالفان رأی دادن در استرالیا. این به نظر من کار خوبیه، کار پسندیده‌ایه، و اینها هم اومدن رأی خودشون رو به رأی ندادن به این صورت نشون دادن. ولی اینکه چند سال پیش بود جبهه آزادی خواهان برای من یه ویدیوی فرستاده بود و گفت اینو نشون بده، من به آقای علیپور گفتم آقای علیپور من اینو نشون میدم ولی این به ضرر شما تموم میشه. گفت چرا؟ گفتم برای که شما نشون بده که شما توی سوئد، توی یه کشور قانونمند، دارید حق اونا رو زیر پا میذارید، بهشون فوش، تهمت، توهین. و ایشون هم گفت شما درست میگی، هم نشون بده هم نظرتو بگی. و وقتی من گفتم خیلیا که اونا هم مخالف رأی دادن بودن، اونا هم به من گفتن سوربی ما با تو هم عقیده هستیم و این کاری که دوستان کردن و مخصوصا جبهه آزادی خواهان ایران در سوئد به اصطلاح این ویدیو رو گرفته فرستاده، کار بسیار زشتی است و به ما نشون میده که اگه اینا بیان سر قدرت، اینا هم دست کمی از دیکتاتورهای دیگه ندارن. عکس مخالفان رأی دادن در استرالیا. پیک ایران مخالفان رأی دادن در بریزبن استرالیا یا بریزبن نمیدونم، میگویند در طول 4 دهه گذشته رأی دادن تغییری در حکومت ایران ایجاد نکرده و فقط شرایط بد و بدتر شده است. خیلی کوتاه، مفید، مختصر اینجا به فارسی نوشتن و این کاری که اینا کردن کارشون درسته. به فارسی نوشتن برای اون ایرانی که میاد رأی میده، به انگلیسی هم نوشتن برای اون استرالیایی که میاد رد بشه بگه که بفهمه که امروز چه خبره. آفرین بر شما. حالا فردا با این چوبای این اعلامیه ها نزنین تو سر پکاله هم، یا کسی برای من عکس نفرسه بگه آقای سوربی اینم استرالیایی که گفتی. آنچه آمریکایی ها باید درباره انتخابات ایران بدانند. این دوست ما اینو امروز فرستاده و
گویا مال روزنامه لس آنجلس تایمز هست. حالا ببینیم که آمریکایی‌ها چه باید بدانند که نمی‌دانند. قربانت گردم. آمریکایی که درباره انتخابات خودش خبر نداشت تا این کلاه گشاد رفت سرش. آمریکایی که رئیس جمهورش 3 میلیون رای کمتر آورده ولی طبق قانون اون الکترال کالج موقعی که طرف سواد نداشته و کشاورزی میکرده نماینده میان ترامپ رو انتخاب میکنن، نه نماینده، دلیگیت، اصلا کلمه دلیگیت من نمیدونم یعنی چی. بفهم آنچه آمریکایی‌ها باید درباره انتخابات ایران بدانن، روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایم نوشت. هرچند انتخابات در ایران از آنچه که ملت‌های غربی آزاد و منصفانه می‌خوانند فاصله ملت‌های غربی آزاد و منصفانه می‌خوانند فاصله دارد و مقامات مذهبی کاندیداها را رد می‌کنند، اما رئیس جمهور در شکل دهی به سیاست داخلی و خارجی ایران نقش آفرینی می‌کند، اغلب با تابنده امواج و جریانات برآمده از جامعه است. رؤسای جمهور همچنین این اختیار را دارند تا اعضای کابینه و استانداران را انتخاب کنند. رضا اکبری مدیر برنامه در انستیتو گزارش جنگ و صلح مستقر در واشنگتن میگوید غربی ها اغلب نگاه سیاه و سفیدی به انتخابات ایران دارند، به این معنا که رهبر در رأس امور است پس هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. اما دستگاه سیاسی ایران اصلا تک قطبی نیست و انتخابات رقابتی است. هرچند که رئیس جمهور زیر دست آیت الله خامنه ای رهبر ایران که حرف آخر را در مسائل خارجی و داخلی ایران میزند کار میکند، اما رؤسای جمهور همچنان از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند. توافق هسته‌ای 2015 را در نظر داشته باشید که طی آن ایران موافقت کرد در ازای برداشته شدن برخی از تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند. خب اینم برای اینها و خیلی خوشحالم که من قبل از انتخابات نخوندم، چون حالا اگه خونده بودی میگفت دیدی گفتم این سربی مأمور جمهوری اسلامیه. والا بلا اگر شماها مطمئن بودی که من و امثال من که تلویزیونی دارن اینها مأمور هستن و حقوقی میگیرن، به اون خدایی که من ندیدمش که هست یا نیست روزی 10 تا نامه مینوشتید به اونجایی که آقا این سربی بلد نیست مأمور باشه، بیا و من رو استخدام کنم. شما نمیدونی من چه مأمور خوبی برای شاه بودم، شما نمیدونی من چه نوکری هستم، بیا من رو استخدام نکنید. این کاری که میکنید، وزیر اطلاعات ایران گفت ما خوشحالیم تا چند سال پیش از هر 3 تا ایرانی که یه جا با هم داشتن صحبت میکردن 2 تاشون فکر میکرد اون یکی مأموره، دوباره این 2 تا فکر میکردن این یکی مأموره، این دوتا میگه الان هر سه شون فکر میکنن اون یکی مأموره دیگه، اصلا جایی نداره. چرا؟ برای که احمقایی مثل این آقایی که از 747 او زمنان به پلیس کالیفرنیا زنگ زدم شماره رو دادم، حالا اگه برنامه قبلی هم ندیدی، گفت ما به ایشون تماس میگیریم بهش اخطار میکنیم ولی اگر دست بر نداشت اون وقت شما بگو تو ما از لحاظ لیگالی بریم دنبال restraining order. یه چیزی هست میگن، گفتم بهتون، میگی مثلا تا 900 فوتی این نیا، تا تو مجلسی که این هست تو نرو. در هر صورت دردت چیه؟ خب بیا حرف بزن. ما که از صبح تا شب میگیم شما با تلفن، با ایمیل، با فیسبوک، با نمیدونم تلگرام نفست بالا بیاد یعنی بمیری یا یعنی نفست در بیاد حرف بزنی. چی بود میگفتن؟ جون بکن دیگه، نفست بالا بیاد. چقدر خانواده ها به ما چیزای خوب یاد دادن ها، خدا ذلیلت کنه، کی میشه از دستت راحت بشم. آره، چرا ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی و کار میکنن در انتخابات داخل ایران شرکت میکنن؟ عزیز دلم، من نمیدونم شما آقا هستی خانم هستی، بابا قانون بهشون اجازه میده، بعضیا دوست دارن ازشون استفاده میکنن، شما برو قانون عوض کن. من خودم شخصا بارها گفتم
چون توی ایران نیستم، چون توی شیراز نیستم، چون شناختی از این نمایندگان ندارم، رأی نمیده. این برای ایرانش. در رابطه با آمریکا هم میگم چون اینایی که میان میشناسمشون، دزد و شارلاتان و کان آرتیست و پدر سوخته هستن، به اینام رأی نمیدم. و چون رأی نمیدم حق دارم ازشون ایراد بگیرم. در صورتی که شما اگر به یکی رأی دادی و اون شد نماینده تو، اون داره کارایی رو که تو دوست داشتی انجام میده. اگر نمیده شما حق نداری بیای توی جمعی بگی، باید با دفترش تماس بگیری، بهش بگی آقای روحانی من تو رو انتخاب کردم که آزادی خانم ها، آزادی بانوان ایرانی، آزادی دختران رو چیز کنی، چرا نمی کنی؟ اگه اون وقت جواب نداد، نشون میده که سربی بیشتر از تو فهمید، فهمید که روحانی دنبال رأی تو هست و بعد بهت محل نمیذاره. چی بگم من چه میدونم چرا رأی میدن؟ حقشون رأی میدن. چرا بعضی ها مشروب میخورن؟ دوست دارن. چرا بعضی ها تند رانندگی میکنن؟ دوست دارن. چرا بعضی ها میرن فروشگاه دزدی میکنن؟ مریضن، احتیاج دارن. من چه میدونم؟ ولی میتونم از شما سوال کنم چرا شما رأی نمیدهی؟ قشنگ نظرتونو بگید. نپرسید از اونا چرا رأی میدید، بیان بگید من به این دلایل رأی نمیدم. چون ما رأی نمیدیم یعنی نمیدونیم اونا چرا رأی میدن، ولی میدونیم چرا رأی نمیدیم. چرا نمیان اون چیزی که خودتون هستید بگید، بگید من به این دلایل رأی نمیدم، اینا جانی هن، اینا تو 40 سال گذشته هیچ تفاوتی نشد. انگار که حالا تو همه دنیا این رأی گیری های آزاد تا یه رئیس جمهور میاد یه دفعه پول نفت بشکه رو خالی میکنن. شما به من مثال بزن، مثل کدام کشور میخوای انتخاباتت باشه؟ مثل فرانسه؟ تا دور دوم بدبختا قلبشون رو نمیدونم یه جای دیگه شون داشت میزد که این زنکه دیوانه نشه. مثل کجا؟ مثل آمریکا؟ نیکسون میاد نمیدونم اونجوری، ریگان میاد اونجوری، کلینتون میاد اونجوری، اوباما میاد اونجوری. مثل کجا دوست دارید باشه انتخابات؟ مثل اون کشورهایی که چیزای ائتلافی دارن، بعد اونا رئیس جمهور انتخاب میکنن، پارلمانی، حکومت‌های پادشاهی پارلمانی. بگید اینجوری، بگید من به این دلیل رأی نمیدم تا روزی که این کشور بشه مثل سوئد، بشه مثل سوئیس، بشه مثل هلند، بشه مثل فنلاند. من چه میدونم؟ و فکر نکنید هر کسی اومد نشست اینجا و این یه عینکی زد و یه عینکی هم زد بالاترش، این حالا دیگه خیلی دانش داره. یه دوستی داشتیم آقای مشتبه حسینی، باباش آخوند بود، این شعر نوشته بود: آن که تا روز پیش خرمیران، پشت پیکان نشست و اعیان شد، عینک چوبیش کتیرا شد. و میگو این شعر مال اینه. بعدن من وقتی دسترسی به اینترنت پیدا کردم 30 سال بعد شاید هم بیشتر، زدم دیدم نه آقا مال مشتبه حسینی نیست و این دروغگو. بله، نقش چهره های ایرانی در عرصه علمی دنیا، این رو هم چون شما دوست عزیز از آقای آریانپور تعریف کردید، این رو آقای آریانپور فرستادن و نوشتن: هموطن گرامی، دلیل آن پروازه است که چرا کارشناسان و متخصصان ایرانی در کشورهای خودشان در عرصه علمی دستاوردی ندارند، چون هیچ کدام در تخصص علمی خود انجام وظیفه و فعالیت نکرده و نمی کنند و چارچوبی برای انجام وظایف تخصصی و علمی آنها در هیچ زمانی تهیه نشده است، ضمن اینکه رؤسای بالادست نه به خاطر دانش علمی تخصصی و تجربیات فراوان خود در رأس قرار گرفتند، بلکه علتش در همه دورانها به علت ارتباط آنچنانی یا با شاه یا با شیخ بوده است. با هر یک از این سروران پای صحبت را باز کنید، اطلاعاتی که در مورد ملک و املاک و خرید فروش دارا هستند هزاران بار بیشتر از اطلاعات تخصصی آنهاست. و اما بریم نقش چهره‌های ایرانی در عرصه علمی دنیا ببینیم که 20 دستاورد به نام ایرانی ها. دیروز یه برنامه می‌دیدم، یک آقای به نام دکتر کودی آذری، این
متخصص پیوند دست و دست یک کسی رو پیوند داده بود، توی ULC هم باید باشه احتمالاً، همین یونیورسیتی مال شما کالیفرنیا یا، و این آقا خیلی معروف بوده، میگه سوار هواپیما شده، بعد میگه جالبه این نه مواد میکشه نه چیز میکنه، مشروب میخوره نه به اصطلاح هیچ چیز غیر سالم استفاده میکنه، میگه سوار هواپیما شده از کالیفرنیا اومده واشنگتن، واشنگتن که رسیده چنان مریض شده، نشون میداد دستاش پاهاش مثل اینایی که مرض قند دارن میبرن و اینها، خلاصه یه دست قطع شده، دست دیگر رو خانمش که خیلی هم از خودش جوانتر بوده میگه این دست رو قطع نکنید و صبر کنید تا پیوند دست بزنن. اون وقت دوستان نشون میداد این پیوند دست، این رگ و پی و نمیدونم اینا چه اصلا دنیایی، واقعا ما به همین سادگی دستونه اینجوری میکنیم، به همین سادگی میدل فینگر به دیگران نشون میدیم. و اونجا خب من افتخار میکنم ایشون ایرانیه. چند روز پیش توی کیچی آیلند هست، آلیس آیلند، همین توی نیویورک با آقای اندی و به چند تا ایرانی دیگر هم جایزه نمیدونم چیز رو دادن، بهترین ها و برترین ها بالاترین ها، افتخار میکنم. ولی به اون دوست عزیزی که خیلی هم باهاش دوست هستیم برام فرستاده، میگم خب من اینو میدونم، افتخارم میکنم، سوال من اینه که این آقای سعید که میگه من به عنوان مترجم رفتم توی دادگاه، یه ایرانی یه نفر رو کشته بوده، یه ایرانی دیگه زن و بچهش زده بوده، یا یه ایرانی دیگه جوونی وقتی همه رفته بودن سر کار، این پسر رفته به دختر همسایه تجاوز کرده، دختر هم کشته آورده گذاشته توی کمد خونشون، اینا هم ایرانی هست، اونجا چی کار میکنید شما؟ شما میگی فعلا ولش کن بیبریم یه پالوده بخوریم، چشم بیبریم یه پالوده بخوریم. اوکی بله. نقش چهره های ایرانی در عرصه علمی دنیا، 20 دستاورد به نام ایرانی ها که متاسفانه هیچ یک مقیم ایران نیستند. چهارشنبه 9 فروردین میگه سال گذشته محققان ایرانی در حوزه‌های مختلف از فیزیک، شیمی گرفته تا پزشکی و جراحی به نوآوری‌های دست دادن و اکتشافاتی انجام دادن. دستاوردهای تحقیقات و فعالیت‌های آنان به طور محسوسی کیفیت زندگی انسان‌ها در سراسر جهان را ارتقا می‌دهد. علاوه بر آن محققان ایرانی متعددی به پاس فعالیت‌ها و اکتشافات خود موفق به دریافت جوایز معتبری شدند. در 1395 هم کماکان دانشمندان ایرانی ثابت کردند حرفی برای گفتن در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری دارند. دستیابی به جایزه دستاورد علمی، دریافت جایزه انجمن ریاضیات اروپا، رکوردزنی در حفظ جنین در آزمایشگاه، کشف درمان فلج حرکتی و ساخت لنزهای باریکتر از مو فقط بخشی از موفقیت آنان است. در همین راستا به برخی از مهمترین دستاوردهای محققان ایرانی در سال گذشته نگاه میکنیم. فیزیکدان ایرانی برنده جایزه دستاورد علمی کامران وفا، دانشمند ایرانی دانشگاه هاروارد، در سالی که گذشت جایزه نقدی بخش فیزیک جایزه دست از آن خود کرد. این بزرگترین جایزه نقدی به ارزش 25 میلیون دلار است که بیش از 1000 فیزیکدان و اینها خب بهش تبریک میگیم. کشف شایع‌ترین علت مرگ نجات یافتگان از سرطان پروستات، پژوهش‌های دکتر جاوید مصلحی و همکارانش در دانشگاه واندربلت نشان داد بیماری‌های قلبی شایع‌ترین علت غیر سرطانی مرگ و میر در میان نجات یافتگان از سرطان پروستات است. اینم آقای جاوید مصلحی، به ایشون هم تبریک میگیم. دانشمند ایرانی برنده جایزه بین‌المللی فیزیک شد، محسن رحمانی، دانشمند جوان ایرانی در سال 95، و به ایشون هم تبریک میگیم. ساخت نانو ساندویج ابررسانا، درست میگم؟ روزبه شهسواری، دانشمند ایرانی، دانشگاه رایس به همراه همکارانش موفق به طراحی یک ساندویج نانویی متشکل از دو ورقه ضخیم اتمی از جنس گرافن و نانوخوشه های منیزیوم، بهشون هم تبریک میگیم. روزبه شهسواری دستیار پروفسور در بخش مهندسی مهندسی محیط زیست و شهری در دانشگاه رایس است.
دانشمند ایرانی در فهرست 100 متفکر جهانی نشریه معتبر فارین پالیسی، هر چند سال یک بار در قالب یک ویژه‌نامه. اینم از این اسم بگو ببینیم آقا، بگو. دکتر امین صالحی خوجین یا خوجین، دانشیار مهندسی مکانیک و صنعتی دانشگاه الینوی شیکاگو، امسال برای بهره‌برداری از قدرت گلها درسته دیگه، گلها که نیست که، در بخش نوآوران. این هر وقت گل و گل من نمیتونم بخونم یادم میاد به این شعر سعدی که خیلی ها میگفت روزی در حمام گلی خوشبوی رسید به دستم، میگم بابا این گلی خوشبویه، و الا خب اگه گل خوشبوه که دیگه نباید بهش بگه تو گلی یا عبیری نمیدونم یا عطری، یا هم بعد اون بگه من همان گل هستم که بودم. در هر صورت یکی از دلایلش اینه که نخوندیم، و اگه خودمون بخوایم شروع کنیم بخونیم خواهی غلط خوندیم کسی نیست به اون بگه. من به بعضی ها میگم آقا تو شاهنامه دوست داری؟ بیا بشین آقا روزی 15 دقیقه شاهنامه بخون، من برات پخش کنم. یه نفر که تا امروز فکر میکرده حالا این گله یا گله، میفهمه که بابا این گله، اون یکی اونوری گله. گلی در هم رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که تو عطری یا عبیری، بگفتا من همان بودم که هستم، ولی چند روز نمیدونم با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان بودم که هستم. خوب شد دیگه از چند خط شعر یکی و نصفش یادم بود. تکذیبیه مهندس امیر انتظام در مورد شرکت در انتخابات. حالا که اسم آقای امیر انتظام اومد، چون اون روز آقای کوروش زعیم درباره آقای امیر انتظام صحبت کردن و من سوال نکردم، چون دیگه حقیقتش با این جسم حال و روزی که آقای امیر انتظام دارن نمیدونم، بنده خدا اصلا چند مدت پیش انقدر مریض بود که اصلا فکر کنم بچه‌هاش هم نمی‌شناخت. خیلی هاتون از من ایراد گرفتین که من به قول آواز ایزی، به قول آمریکایی آواز ایزی آن کوروش زعیم. ببینید من میدونید نظرم راجع به جبهه ملی چیه. اولا فکر میکنم جبهه ملی توی اون برهه‌ای که درست شده یه چیز لازم بوده درست شده، بعدم دیگه نتونست و از بین رفت، مصاحبه کردم با آقای مهدی ذوالفقاری، ایشون هم قبول داره. و جبهه ملی که تو ایران میگه خارج قبول نداریم، خارج میگه ایران نمیتونه حرف بزنه، این اصلا این دیگه باید ولش کنه. آقای زعیم وقتی شروع کرد به صحبت کردن، من دیدم این آقا اون چیزی که من فکر میکردم نیست، و خیلی چیزایی رو که میگه همون نظرات منه. و وقتی داشت موافق میگفت، خب دیگه من چیزی نداشتم بهش بگم. و اینه که من میگم دوستانی که مخالف هستید بیاین، و الا اونی که موافقه، شما ماکسیموم چیزی که میتونید بگه چیه؟ مثلا میگه بله رستم آمد در سیستان. من اگر مخالفش باشم میگم آقا چه رستمی، چه کشکی، چه پشمی. ولی اگه موافقش باشم، تازه حالا میکروفونم بیارن جلوام، میگم بله احسنت، رستم آمد در سیستان. بعد شما میگی این دیگه کیه؟ این احمقه، یکی هم احمق‌تر از اون. این تلویزیون های ایرانی که میسینی 6 نفر میان شاگرد و نمیدونم بچه مرشد و اینها، به قول آقای افشارا میگه مرشد بچه مرشد میان میشینن، اون میگه به به چه چه، اینا شما رو مسخره کردن، شما رو سر کار گذاشتن. و الا باید بیا سوال کنی آقا تو چی داری میگی، زیر سوال ببری. وقتی آمد آقای زعیم، من دیدم ایشون داره چیزایی رو میگه که من نظرم همینه. میگه آقا ما الان که رسیدیم به اینجا که رئیسی و روحانی مطرح هست، اگر میخوایم رأی بدیم به روحانی رأی میدیم، تازه اگر میخواستیم رأی ندیم، این ماجرای آمریکا، از ترس این که ترامپ نشه برید به کلینتون رأی بدید که این نشه. اون نظرشو میگه. بعدم شما که آزاد بودید، شما میتونستید بیان بنویسید بگید، ایراد بگیرید، پیام بذارید، بازم از ایشون دعوت میکنیم بیان و به اصطلاح نظراتشون رو بگن. تکذیبیه مهندس امیر انتظام در مورد شرکت در انتخابات. حالا شما ببینید جبهه ملی، آقای کوروش زعیم میگه شرکت میکنیم به روحانی رأی میدیم، آقای امیر انتظام
میگه اصلا تکذیبی است. سایت ملیون ایرانی، وایسا ببینیم ملیون 4 به 3، اینم آقای امیر انتظام. 30 سال ایشون رفت زندان. آقا چه کردی برای اون جوون؟ چه چیزی حاصل شد؟ هی رفتی زندان، هی اومدی بیرون مریض‌تر، هی رفتی زندان، هی اومدی بیرون. تکذیب مهندس امیر انتظام در مورد شرکت در انتخابات، سایت ملیون ایران نوشت یا گفت مهندس عباس امیر انتظام در نوشته‌ای که در فیسبوک منتشر شد درباره بیانیه‌ای که اخیراً با امضای ایشان و آقایان دکتر داوود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی و آقای حسین شاه حسینی انتشار یافته است، توضیح مبنی بر اینکه ایشان هیچ گونه موضع گیری خاصی نسبت به انتخابات ندارند منتشر ساخت. تذکر این که بیانیه مزبور آنطور که ایشان در توضیح خود نوشتند نظر شخصی منتشر کنندگان آن بوده و از طرف تشکیلات جبهه ملی ایران نبوده است، زیرا مقامات امنیتی در هفته گذشته از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای بررسی انتخابات و اعلام موضوع تشکیلات ممانعت نمودند. دوستان فقط چشمتون رو ببندید ببینید کار ما چقدر خرابه. آقا نگذاشتن جلسه بذاری؟ الان که این سایت ملیون اومده با شما نوشته، شما بگو بلد رای بدن، یا خودتو بگو، خودتو بگو، بگو رای میدم یا رای نمیدم. هیچ نظری نداریم. خب هیچ نظری نداری که چی شده؟ شما فعال سیاسی ما هستی؟ این همونه که من میگم مورچه چی چیه که کله پاچش چی باشه؟ جبهه ملی چیه که تازه این میگه اونایی که رای گفتن از لحاظ جبهه ملی ما با اونا موافق نیستیم؟ ای داد بیداد، ای داد بیداد. خب بریم. بله، خواب شاه اللهی ها. خب اب نداره، حق دارن خواب ببینن، خوابای خوب ببینن. بذارین اینم برای بذارین دوستان شاه اللهی هم یا طرفدار پادشاهی هم خوششون بیاد، بدونن که بابا ما اینجا سمت و سوی نداریم، نظر خودمون رو میگیم. شما هم آزادی بیای نظر خود تو بگی. خب ببینین این آقای هنرپیشه شاه آریامه چه کرده توی این عکس ها. ایشون به نظر من هنرپیشه خوبی بود، باید میره بنده خدا دنبال کار هنرپیشگی و اینا و نیذاشتن. بفرمایید. والله که من عاشق چشمان تو هستم، والله که تو با خبر از این دل ساری، مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب، والله شبیه من دیوانه. خب حالا یه سوالی، اون خواننده من فکر نمی کنم این آهنگو برای اینا خونده. آقای ستار که آهنگ شازده خانمو خوند و با اون سر صدا و اینها، بعدن گفت آقا منی که خواننده هستم، من که شاعر نیستم که برای دختر شازده خانم خونده باشم. اینه یه شعر، یه شعر نوشته بودن دادن به ما، حالا هم موقع هم همزمان شده بوده با موقعی که گویا این دختر شاه یک کمی گلوش گیر کرده بوده برای آقای حسن یا همین ستار خودم. در صورت دوست و عزیز اینو یه نفر آورده گذاشته رو این، تازه حالا ممکنه برای این بنده خودم تو ایران، اولا این کسی که میخونه فکر کنم محسن چاوشی باشه، نه درست میگم؟ اینا رو خیلی من نمیشناسم. صدای این صداییه که تو فیلم شهرزاد اون آهنگو میخونه، نه درست میگم؟ حالا ملت میگن آقا تو برنامه گذاری یا ما؟ همینه دیگه، سربی با مردم. من یه چیزی امروز رسیده به دستم، دیروز رسیده، امروز نشون میدم، از شما میپرسم این آهنگ. و ضمناً یادتون باشه قرار نیست هر آهنگی ساختن، هر شعری گفتن، این با سیاست یه نقشی داشته باشه. نه بابا، یه نفر عاشق مادرش بوده، یه نفر عاشق دختر خالش بوده، یه نفر عاشق دختر صابخونهشون بوده، نشسته والله من عاشق چشمان تو هستم. خب باش عاشقی، برو بگو عاشقم، یا یه تو سریت میزنن یا عشق میرسه دیگه. شعر خوندنه چیه؟ ماتم گرفتی، همش ماتم شعر. ملتی که اینقدر با شعر، آقا من عینک این خانم فرنوش رو دیدم، عینک خودم هم دیدم، وای میسم یاد یه شعری میفتم، نشون میده ما ملت اشکال داریم، ما ملت نمیتونیم با هم صحبت کنیم، دست به تنبون شعر میشه. خب
بس بس دیگه ساعت بله. خیلی خانمای ایرانی گویا شرکت کرده بودن برای انتخابات و جالبه من یه نوشته‌ای فرستاده بودن با عکساشون نرسیدم. حالا از این دوستم ممنونم که یه دونه‌شو سر این ماجرا به اصطلاح برای ما فرستاده، ما هم با شما نشون میدیم و خیلی جالبه. اولا این خانومه چقدر قشنگ و زیبا و چشماش آبیه یا سبزه، معصومه زاره، کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کارشناس ارشد حقوق بین المللی. دوستان تو ایران الان دیگه به فوق لیسانس میگن کارشناس ارشد، به لیسانس میگن کارشناس. اوکی، این خانم فوق لیسانس حقوق بین الملل هست، آمده برای این. حالا این و این آقایی که چشمش مثل من چپه نوشته نام رئیس جمهور عراق فواد معصوم است و این با عربی نوشتن ترجمه: با سلام به جمهوری اسلامی ایران، معصوم ما برای شما، روش دو سه زن از نمایندگان پارلمان عراق را هم برایتان میفرستیم، لطفاً این معصومه تان را به ما بدهید. بذارید این عکس رو براتون بزرگتر کنم و خودتون ببینید که چرا این به عربی اینجوری نوشته. این معصومه، این معصومه، این کجا و آن کجا. یادم میاد وقتی که بن لادن فراری بود و اینها، میگفتن که توی قزوین بن لادن رو گرفتن و قزوینی ها یه نامه نوشتن برای وزارت امور خارجه آمریکا که ما به شما بن لادن رو میدیم به شرطی که شما این کیه لئونارد تو فیلم تایتانیک بود. چقدر اسامی رفت دیگه، تموم شد، یعنی دیگه مغز کار خودش انجام داد. باید خب مرسی از دوستی که این رو فرستاده بود، عکس معصوم و معصومه. خب حالا این دوستمون نوشته تو را به عزیزانت سوگند این فیلم را نمایش بده تا شاید خانمهای ما از این همه ناز کردن و ادا درآوردن دست بردارن. من یک فیلم رو نشون میدم ولی با شما موافق نیستم، به همه تونم گفتم، هر کدومتون فکر میکنید خیلی ماچو هستین و اینها، یک روز کاری رو که خانمتون از صبح تا شب انجام میده شما انجام بدید. بنویسید امروز بچه رو برد مدرسه، بعد رفت سر کار، بعد اومد خوراک درست کرد، بعد بچه رو برش آورد، بعد خونه رو تمیز کرد، بعد اینجوری، بعد تازه از همه اونها مواظب منم بود اینجوری. اگه حالا این خانمم خب به نوبه خودش کار مشکلیه و با هم ببینیم. بذارید یک لحظه ببخشید. از اینجا شروع میشه که ما شما رو میبریم به پلیر چند؟ به پلیر 3 و اینجا میذاریم، بعد میایم اینجا. دوستان اگر یکم من معطل میشم دلیلش اینه که ما بارها گفتیم بابا جوونا مسنها که بیکار هستی بیاین به عنوان والانتیر یا به عنوان داوطلب کار کنید. ما 6 ساعت در هفته برنامه داریم، یه روز هستیم یه روز نیست. خب یکی بیاد اینجا، اگه یه نفر من تا دارم صحبت میکنم بگم الان یه ویدیوی هست شماره 45 بهتون نشون میدم، اون آمدش کنه دیگه، من هی مجبور نیستم کلیک کلیک این کار انجام بدم. ولی خب شما نیایی ما نمیمیریم، نه به قول دوستان آخرش مجبوریم شب برینه، شب چی میگم پای برینه بخواب. ولی کار حمایت شما، ببینیم این بچه های آمریکایی، بچه های خودمون که تو آمریکا درس خونن از کلاس نمیدونم چندم نهم دهم همش میرن این ور کار داوطلبانه، میرن اون ور کار داوطلبانه، البته یه سریش هم در میرن که با دوستاشون باشن برن عرق آبجو بخورن. خب اردشیر نوشته که متاسفانه سیاسیون این مملکت بیشتر از جست سیاسی میگیرن ولی از اخلاق سیاسی و سیاست بی بهره میباشن. منظور از این مملکت کجاست؟ ایرانه. اگر اونها سیاسی هم جست میگیرن، شما فکر میکنی سیاست مدارای کجای دنیا آدم های خوبی هن؟ حالا که جست سیاسی میگیرن سیاست هم بلدن. هر جا که میری میگن سیاست مدارا بانچ آف کان آرتیست شارلاتان. اینا رو یک کلمه بنویسی ها مشکل ما حل میشه. بریم این خانم رو ببینیم که بچه رو بسته پشتش
یه ظرفی هم پر از نمیدونم سیبه چیه بالای سرش با موتورسیکلت هم داره میره، با هم میبینیم. خلاصش همینه آقا، شما این زن رو دوست داری؟ بلند شو برو تو این کشور دوتاشو بگی، پرتغال میذاره رو کلش، از اینجا میبره اون بر گردنش هم احتمالا کلوفته، بچه هم بسته اون پشت، نشون میده کشور عقب افتاده بدبخت یه سبد نداره، جلو موتورسیکلت خالیه، اینو بذار. آقا تو اگر یه ترمز تند زدی میفته میره این برور، هم چیز داغون میشه هم مردم خطر تصادف. آقا این چیه؟ تازه شما اینو به رخ خانمای ایرانی هم میکشی که اینقدر ناز نکن دیگه، یه کمم انصاف داشته باش. ما اینقدر تو برنامه از خانمها خوبی میگیم، اینا رو با خودمون خوب میکنیم، شما میای میزنی زیر این کاسه کوزه. تعداد حمایت تعدادی از رهبران جبهه ملی ایران از روحانی، اصلا بخونم دیگه اینو نشون بدم یا نه؟ وقتی آقای امیر انتظام اونو گفته، وقتی آقای کوروش زعیم اینو گفته. آقا خانم، هر کدوم از شما باید، چون که جبهه ملی که حزب نیست، که حزب دموکرات باشه، حزب نمیدونم پان ایرانیست باشه، حزب جمهوری خواه باشه، جبهه ملیه، یعنی هر یه نفر توش میتونه یه عقیده خصوص برای خودش به خصوص داشته باشه. ولی اگه یک نفر دوست داره آقای زعیمه، وقتی زعیم مثل آخوندا دیدی، هر کدومشون یه رساله دارن، هر کدومشون یه سری دنبال رو دارن، مثلا اون میگه که من آقا از آقای فلانی تبعیت میکنم، فتوا میگه، چی میگفتن. بعد مثلا اگه آقای شیرازی گفت برید به فلانی رأی بدید، آقای خمینی گفت برید به فلانی رأی بدید، آقای مجتهد فلانی گفت، دستگیر گفت برید فلانی بده، اونا رو رأی میدن. ولی آقای امیر انتظام، شما این همه سال ازت گذشته، 30 سال زندان رفتی، امروز میگی من هیچ چیز کاری هستم؟ خب میگم بنده خدا هوش حواسش از دست داده، آقا بیا مثل سربه بگو من رأی نمیدم، بیا مثل آقای زعیم بگو آقا من به روحانی رأی میدم که رئیسی نیاد، یه چیزی بگو، کاری بکن، حرفی بزن، بشکن بزن، رقصی بکن، چی بگیم دیگه بهتون؟ 350 منو بگو، هر روز من میگم 60 دقیقه ماکسیمم 90 دقیقه، ولی مگر میشه؟ بله، این دوستمون راجع به آقای افشارها هم صحبت کرده، ولی شما یک کم لطفی کردی. آقای افشارها گو اگه صحبتی داری تلفن، ایمیل، من حتی نوشتای فیسبوک دیگه برای ایشون نفرستادم. آقا میگه من با فیسبوک کاری ندارم، من با تلفن با ایمیل. شما لطف کن همین نوشته رو برای آقای افشارها بفرست، چون درست نیست ایشون آمده یه چیزی گفته رفته، حالا من وقتی ایشون نیستم بیام این رو بخونم که آقای افشارها درباره دموکراسی اینو گفت، درباره ایرانیا اونو گفت و الی آخر. و دیدید اون روز من بهشون گفتم آقا یه نفر روی فیسبوک چون برنامه شما پخش میشه اینو نوشته بخونیم، گفتم بخون. نوشتاشم این بود که آقا شما میگید ایرانی ها، همه ایرانی ها خوب نیستن. آقای افشار هم گفت من نگفتم همه، اگر گفتم همه الان درستش میکنن، همه ایرانی ها خوب نیستن، ولی درصدی که بگیریم ایرانی ها بهتر از آمریکایی ها هستن. اینجا میگیم انتخابات بد و بدتر، توی اونجا باید بگیم خوب و خوبتر. اینم نظر ایشون بود. اون ایمیلی که بهتون گفتم برای من فرستادن از دوستم ممنون و متشکر اینه، ایرانیان امریکن، و چه خوب شد با این برنامه رو به پایان برسونیم. عکس دوستان، میدونید که این الیس آیلند اولین جایی بوده که مهاجرین از اروپا و اینها اومدن اونجا، و اداره امیگریشن، حتی بعضی از فامیلا هم که اشتباهی مینویسن و اشتباهی میگن و یا کوتاه شده و اینها، اونجا بوده. ایرانیان امریکن رکنایز اد الیس Ellis Island Medals of Honor Ceremonies. بله، میگه یک برنامه بوده و اینجا من آقای اندی رو میشناسم، دیگران رو نخوندم حقیقتش که کیا هستن، و برای این دوستم نوشتم حالا که
آمدی بذارم برات یه چیز جالبی بگم. من 30 سال پیش آمدم تو آمریکا، بعد میرفتم مثلا بیمه بخرم، میدیدم این آقایی که نشسته اونجا یه سری قاب زده اونجا، فکر میکردم این مدارجی هست که در دانشگاه گذاشت، یه سری هم مدال، نه این چی بهش میگن، تروفی. تروفی این جایزه‌ای هست، مثلا شما تو والیبال بودین یه نفر با اینجوری مجسمه والیبال فلان، اینا نمیدونم تو ایران بهش چی میگن الان، اینا هم گذاشته، میگفتیم ای بابا این ورزشکاره، نمیدونم اینقدر چیز داره. بعدن دیدیم آقا بچه‌هامون که رفتن مدرسه، شما میرید تو کلاس ویالون فقط پدر مادر تحمل میکنن اینقدر بد زدن رو، آخر سال یه جایزه بهش میدن، یه نفر عکس ویالون و فلان، یک گواهی نامه بهش میدن اینقدر. برای این دوستم نوشتم که امیدوارم این مدال ها حقیقی باشه. ایشون فکر کنم، من میگم یعنی مثلا آقای اندی و دیگران رفتن تقلب کردن، یعنی این برای اون چیزی که دادن کار کنه. الان دارن خیلی ها فعالیت میکنن که آقا خانم هر کی اومد توی کلاسی شرکت کرد بهش مدال ندید، بهش چیز ندید، ولی اونایی که مدال میفروشن، میدونید این بیزینس، این مدال فروختن و این تروفی فروختن و اینها چه بیزینس بزرگیه. همین که شما یه دونه سنگ مرمر اوردر بدید، بالاش عکس یه تلویزیونی باشه، زیرش هم بنویسید تقدیم به سوربی که شد نفر اول تلویزیون ایرانی، همینه پولی که ازت میگیرن، ببین چقدره. بعد این یه بیزینس بزرگی که اینجا میچرخه. در اصل تبریک میگم به آقای اندی، تبریک میگم به دیگران. و آها، سیاست قواعد مختص خود را دارد و از بی اخلاقی. دوست نازنین من، من میگم بگو سیاست کجا رو شما میگی، باز ننوشتی، فکر کنم منظورت ایرانه. آقای اردشیر بیا یک روزی مهمان برنامه ما باش و همین جوری همتون به عنوان رهگذر نباشید. حتی اگر رهگذر هم هستید یه روز وایسید سلام علیک کنید، بگید آقا خیلی ممنون، ما هر روز که اینجا رد میشیم میبینیم این کوچه خاکی شما آب پاشیدی، ما سل نگیریم، آقا خیلی ممنون این آبو گذاشتی اینجا که ما اگه گرممونه سردمونه از این آب بخوریم و هر مرضی مال یکی دیگه هم هست. دیده بودید این یه دستی گذاشته بودن، این دست بریده ابوالفضل رو نمیدونم کی آورده بود گذاشته بود توی ظرفی یا آب میخورد، البته بعدم نبودا، یه جورایی این مسئولیت طبیعی پیدا میکرده، اون بچه جلوی مثلا تراخم داشته میخورد میرفت، ما میمدیم میخوردیم، اقلا یک کم تراخم. اوکی، جمعه است، خیلی ممنون که با ما بودید. 5 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای حسن ارشاد با برنامه شماره 131 راجع به طرد عبدالحسین آیتی ملقب به آواره توسط شوقی. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید روزی 5 دقیقه 3 دقیقه درباره شاهنامه صحبت کنید، خود شاهنامه رو بخونید، سعدی و بوستان و گلستان و خیام و مثنوی و والا ما به یک کسی گفتیم برای ما این مثنوی و اون یکی دیگه چیه مال شمس تبریزی و اینا رو بگید بیا، بنده خدا زحمت کشید و از ایران آوردیدم، اصلا من نمیتونم بخونم اینا رو، نمیفهمم. حالا من روم میشه میام میگم نمیفهمم، شما میفهمی؟ اگه میفهمی بیا بخون ببینیم برای ما، کتابتو بردار بیا جلو. روز و روزگارتون خوش، به امید دیدارتون، آخر هفته خوبی داشته باشید، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، تلویزیون مردم صفحاتش هر روز داره عوض میشه. ممنونم از آقای حمید نصیری، به زودی برای اونایی که میپرسید گفتید اپ برای اندروید، اپ برای اپل، اینها هم میاد. این حمید نصیری خیلی سختگیره، میگه اونا اول کامل بشه، بعد که کامل شد، من بعضی وقتا میگم بذار شروع کن همینجوری در عین کار کاملش میکنی. بازم ممنون از حمید نصیری، ممنون از خانم فرنوش عقیلی، ممنون از شما که بدون شما ما هم میریم سراغ کار و زندگیمون. و به زودی آقای انصاری یه برنامه رو درباره فرح دیبا پهلوی تهیه میکنن که با هم شاهدش خواهیم بود. ممنونم از پتیک عزیز که حمایت کرده این برنامه رو. روز و روزگارتون خوش.